بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم آخر هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. امروز دوشنبه هست، هفتم اسفند ماه 1396 و برابر است با 26 فوریه سال 2018 میلادی. اولا برنامه های آمریکا معمولا اینجوریه که دوشنبه صحبت میکنن به هفته‌ای که گذشت و مسابقات فوتبال و بسکتبال و اینها، ولی ما در هفته‌ای که گذشت برنامه ها طبق معمول اجرا شد و در ویکند، در روزهای آخر هفته دو برنامه بود. یکی برنامه خانم گوگوش، کنسرت گوگوش و شمایزاده، بسیار عالی در دار کانستیتوشن هال اجرا شد و همه چیز خوب. فقط این دوستان، همشون هم جوان نبودن، بعضیا حتی همسن منم بودن، که واقعا رعایت نمیکنن که خب شما پول دادی اومدی نشستی، بعد وقتی شما وای میسی یا تلفنتو میاری بالا، اون پشت سری بیچاره که پول داده باید چه کار کنه؟ اون نمیبینه. اگه اونم بلند شه همینجور اون پشت سرش اینا. ولی کار خوبی که خانم گوگوش کرد، به اینایی که وایساده بودن یا اومده بودن اون جلو، گفت که برید بشینید و الا من نمیخونم. وقتی که به آرمان شهبازی گفتم چه کار خوبی کرد، گفت که سالها پیش خانم حمیرا هم همین کار کرد و گفت برید بشینید و الا من نمیخونم، و چون نرفتن ول کرد رفت، دیگم نخوندون شد. در هر صورت بعضی وقتا دوستان باید یه مقدار، اینجا میگن fair and firm، یعنی عادل و قاطع. قاطع بودن. خب اینی که اونی که 270 دلار، 170 دلار، 100 دلار، 1 دلار بلیت خریده نشسته اینجا، منی که بلیت خریدم اون طبقه سوم، نباید پیاده راه بیفتم بیام بشینم جلو، وایسم جلو سن و باسنمو به طرف این بنده خدا. در صورت من که هر وقت میخوام بلیت بخرم، اختیار دست خودم باشه، نگاه میکنم چند ردیف عقبتر میگیرم، به چند دلیل، یکیش اینه. بعد اگرم که بلیتایی باشه که این دوستان وقتی آگهیشون رو پخش میکنیم لطف میکنن به ما میدن، مخصوصا بهشون میگم، میگم برخلاف همه دوستانی که میگن ما اون جلو میخوام، من اون جلو جلو نمیخوام. و خلاصه این هم ماجرای کنسرت خانم گوگوش و آقای شمایزاده. 3 مارچ، یعنی شنبه هفته آینده، این ماه میدونید 28 روز بیشتر نداره. بله، بعضی وقتا 20 فوریه میشه 29 روز، هر 4 سال یک بار، سال کبیسه. در هر صورت شنبه 3 مارچ خانم گوگوش در نیویورک هست به اتفاق آقای شمایزاده، و وقتی به این دوستان در لایو نیشن تماس گرفتم گفتن تقریبا سولد آوت هست، حتما اگه بلیت میخواین بگیرید فوری زودتر. این هم از این. و اما دیشب برنامه 26 هر ماه God's Grace Teachers University و Global Gala، ماشاءالله آقای مهدی تبریزی انقدر اسم روی ایونتش میذاره که از یه طرف همه گیج میشن، از یه طرف هم هر کسی به اصطلاح اون چیزی رو که دوست داره داخلش میبینه. دیشب حدود 50-60 نفر آمده بودن، 2 جشن تولد بود، تبریک میگیم به این دوستان. و فکر خوبی هم هست وقتی تولد دارید، به جای اینکه برید رستوران و اون مشکلات زنگ بزن و جا رزرو کن و بعدم میخوان زود بیرونتون کنن، یا اگه بگید یه اتاق میخوام، میگه باید 500 دلار بدی برای اتاقه، بعدم خب باید به اصطلاح برای اینا شام و اینها. اینجا با 26 دلار هر یه نفر به نظر من خیلی خوب بود. بله، سوال میکنن کنسرت چگونه بود. کنسرت بسیار عالی بود. یک دلیلش این بود که آهنگایی که خوندن یه مقداری آهنگایی بود که ما باهاش خاطره داشتیم، چند تا آهنگ جدید خوندن. حتی میدونید خانم گوگوش تو این برنامه ها میاد جوکم میگه و گفت شایع شده که من نمیخونم و فقط لب میزنم، و به اصطلاح ارکستر رو مرخص کرد که برن استراحت کنن. خودش و آقای منوچهر چشمازر وایسادند و یک آهنگ ترکی بسیار زیبا هم خوندن. اجازه بدید من اینجا اینوایت کنم این دوستان رو. ما بالاخره نفهمیدیم این اینوایت کروم
چگونه کار میکنه. میگیم که اینوایت کن، میگه اوکی ویت ا مومنت وایل وی چک اول اف یور فرند، میگه صبر کن وقتی که ما داریم همه دوستات رو جمع میکنیم. دیس پروسس می تیک ا فیو سکندز، میگه این مرحله یا این کار ممکنه چند ثانیه طول بکشه. من از حالا که با شما صحبت کنم تا آخر برنامه اینو ول میکنم، ولی این یه دونه فرند ما رو دعوت نمیکنه. اینم از پیام های دروغی هست که به اصطلاح چی میفرسته برامون آقای فیسبوک و این پروگرام هایی که روی فیسبوک هست. بذارید من اینجا بیام اینجا، یکی دیگه، دوتا، بله تموم شد. و اما خب خیلی جالبه، آقای ستار هم 10 مارچ میاد اینجا و اونم آرمان گفت تقریبا بلیتا سولد آوت شده، چون ایام عید هست و اینها و مردم از حالت زمستون دارن میان بیرون، از این خواب خرگوشی، خواب خرس، هر چی که بگید، دوست دارن این ور اون ور جمع بشن در یک سالن بسیار زیبا در ویرجینیا. آقای ستار، خانم هنگامه و آقای سعید، احمد سعیدی میان اینجا. بذارید من اینم براتون روشن کنم، یک دقیقه خورده این آگهی رو ببینیم، ما بدهیمون رو داده باشیم به دوستان و بعد با خیال راحت بیایم خدمت شما. اجازه بدید یک لحظه، واقعا وقتی آدم بدهکار نباشه چقدر راحت میخوابه، چقدر راحت زندگی میکنه. و من همیشه میگم اینایی که این ور اون ور بدهکارن چه شرایط سختی دارن. البته تو آمریکا شما نمیتونی کسی رو پیدا کنی که بدهکار نباشه. خب ببینیم که این آگهی رو با هم. آریان پروداکشن پراودلی پرزنتس، شنبه 10 مارچ، مجللترین شب نشینی نوروز در واشنگتن دی سی با سه چهره محبوب موزیک پاپ ایران. ستار سرخ صورت مستی ام با سر نتنم انگامه کجا بودی تا حالا احمد صحبت شدم و به تو کردم آدم دیگونه تا خشتم تو باید مال من باشی. در تالار زیبای چری بلاسم استرلینگ ویرجینیا، ستار هنگامه احمد سعیدی از چری بلاسم بانکوئت هال با پذیرایی کامل، تهیه بلیط در مراکز منتخب ایرانی و آنلاین از kodum.com. Tickets available at most Persian stores and online at kodum.com. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 571-242-0226 تماس بگیرید. خب بسیار ممنون از شما و امیدوارم شما رو در این برنامه ببینم. شام هست و شعر هست و رقص هست و شادی و رفتن به پیشواز بهار آزادی. امیدواریم بهار آزادی مثل بهار این عربای بیچاره نشه که چه زمستان و چه طوفانی. این سوریه 5 تا از این سازمانایی که ادعای مسلمانی میکنن با هم به اصطلاح متحد شدن و پدر مردم رو در میارن. از اون طرف هم خود این آقای بشار اسد هر کاری که از دستش برمیاد انجام میده و کوتاهی نمیکنه. مردم خودش رو بمب‌های شیمیایی و نشون میداد که حدود 200 تا بچه کشته شدن. آدم واقعا قلبش میگیره وقتی اینها رو میبینه. یک والنتاینز موتورم یک سری بزنیم و بیایم و بریم سراغ کار و زندگی خودمون. valentinemotors.com. اتفاقا دیشب اینجا که بودم یکی از دوستان گفت آقا همون جوری که شما گفتید این والنتاینز موتور خیلی به اصطلاح کارش درسته. گفتیم خب خدا رو شکر که چی میگن شاهد از غیب آمد و گفت که من سالهاست اینا رو میشناسم، آقای بیژن جعفری رو، و آدمی هست که میشه به حرفاش اطمینان کرد. والنتاین موتور کمپانی توی سایتشون که میخواییم برین فقط هست والنتاین موتورز، اما والنتاین که بزنید میاد و میتونید پیداش کنید. این هم هست. خب
دوستان عزیز، ما یک گله داریم که وقتی که ما یه اشتباهی میکنیم 30 نفر تماس میگیرن، وقتی یه خواهشی میکنیم که حمایت کنیم شما دوستان تماس نمیگیرید. چه خبره؟ قایم موشک بازی میکنین؟ اینجا میگن هاید اند سیک، یعنی طرف ببخشید بله هاید میکنه، خودشو قایم میشه، بعد اون یکی میره پیداش میکنه. و من چهارشنبه درباره این مشنگی که رفته ایران و رفته خونه یه نفر و بعد حالا اون گویا وزارت اطلاعات بهش تماس میگیره به نام آقای جواد اگه اشتباه نکنم اینها، صحبت میکردم و گفتم والا چند سال پیشم یه نفر دیگه رفت و اسمش اون موقع یادم نبود، آقای روزبه فراهانی بود، فراهانی پور فکر کنم، بله روزبه فراهانی. و این آقا موقعی که 1388 دور دوم انتخابات احمدی نژاد سر و صدای برپا شد و یه عده رأی ندادن، بعد گفتن رأی ما کو، یه عده‌ام که رأی دادن فکر کردن هر رأی اینا میدن باید قبول بشه و اینها، این آقا بلند شد یه دونه از این تلفن‌های ستلایت برداشت و رفت. نمیدونم حالا با کمک آقای کنت تیمرمن هم بود یا نه، چون فکر کنم اینها در رابطه هستن. اتفاقا دیروز برای آقای روزبه نوشتم که من فردا در این مورد صحبت میکنم و اگه شما صحبتی دارید بیاین. و ایشون گفت که نه من شما را قبول دارم به عنوان ژورنالیست. بهش گفتم اولا اشتباه شما همینه، من ژورنالیست نبوده نیستم و نخواهم بود، من به عنوان یه فرد معمولی ایرانی که این امکانات فعلا دستم هست که بیام به اصطلاح نظرات خودم را با دوستان در میون بذارم و این امکانات این روزا برای همه هست و میبینید بعضیا بیشتر از ما بیننده دارن، چون حرفایی که میزنن مزخرفتره، هرچی مزخرفتر بگی، هرچی کارهایی که میکنی غیر معمولی تر باشه بیننده هات بیشتر میشه. اگه من یه جفتک بزنم 100 تا بیننده دارم، اون یکی جفتک و لغت و ار و گوز کنه 400 تا بیننده داره. بمانم گفتم عزیز من شما هندونه زیر بغل من نذار، من نه ژورنالیستم نه گزارشگرم، من یک مجری برنامه ساده هستم و چون تهیه کننده ای نیست و خودم تهیه میکنم، پس هر چی میگم چیزای خودمه، خودم مسئولیتش رو به عهده میگیرم و اینا نظر منه. ما میدونیم که تا چند مدت پیش میگفتن هر داستانی، هر قصه‌ای، هر واقعیتی، جنگی دو قسمت داره، دو طرف داره، یکی طرف اینور بازنده، یکی طرف اونور برنده. تازگی ها ثابت شده هر چیزی سه قسمت داره، سه تا ماجرا داره، یکی طرف من، یکی طرف آقای روزبه، این دوتا ما داریم حقیقتها رو میگیم از دید خودمون، و یکی طرف واقعیت. شما اگه نگاه کنید تو جنگام همینجوره، اونی که باخته یه چیزی میگه، اونی که برنده شده یه چیزی میگه، ولی واقعیت اصلا یه چیز دیگه هست. بمانه این آقای روزبه فراهانی رفتن، حالا عکسشم بهتون نشون میدم، یه تبلیغ مجانی هم برای ایشون باشه. اتفاقا بهش گفتم خب حالا که دیگه شما آمدی و رفتی تو کار شراب و رستوران و اینها، خدا رو چه دیدی، شاید ما همینی که نشون دادیم دو نفرم بیان برای واین تیستینگ و اینها. بله اینجا بله روتاری میکینگ ا دیفرنس، این چیزای روتاری اگه یادتون باشه باشگاه لاینز و اینا هم بهشون میگفتن روتاری. حالا ایشون اینجا خیلی هم فعال، عضو به اصطلاح اتاق بازرگانی هست و نمیدونم از این به اصطلاح نمیدونم. اینجا میدونید ما که از ایران اومدیم چون در دیگ بازه، بعضی وقتا وقتی ما میریم یه چیزی چی میکنیم حتی از هولش میفتیم، از هول حلیم تو دیگم میفتیم، بعدم خیلی خوشحالیم که مثلا رفتیم شدیم چی میگن جزء انجمن شهر یا شدیم مثلا نماینده و اینها، در صورت که اینا اینجا هیچی نیست، معمولیه دیگه. ساده ترینش یه آدمی به این دیوانگی مثل ترامپ بشه رئیس جمهور. البته آقای دکتر انواری دیشب یه نظری دیگه داشت و میگفت ایشون اول باهاش مخالف بوده ولی الان 100% باهاش موافقه، چون کارهایی که این شارلاتان کرده، میگه که توی دولت اثر گذاشته و میدونید همه چشمشون به حقوقشونه.
یعنی چکی که من میگیرم اگه مثلا این جمعه مثلا میزنیم 1000 دلار باشه، هفته دیگه بشه 1002 دلار، اون 2 دلاره برای من مهمه. مهم نیست که 2 تا بچه آفریقایی به خاطر این 2 دلار کشته میشن، مهم نیست که 2 تا بچه سوریه‌ای به خاطر این 2 دلار کشته میشن، فقط مهمه که من 2 دلار بیشتر دارم. حالا میتونم 2 دلار بنزین بزنم بیشتر، میتونم 2 دلار سیگار بیشتر بکشم، میتونم 2 دلار آبجو بخورم، هرچ. در اصل اینجا معیار اون چکیه که میاد دستشون، چک حقوقی. بگذاریم، وقتی که ما اون روز گفتیم یه نفر دیگه هم رفت اسمش یادم نیست، یه 20 تای ایمیل اومد آقا اون کی بوده که رفته ایران باعث این شده که یه نفر دستگیر بشه، حتی حکومت اعدامش کنن، و حالا اومده اینجا رستوران زده و هر هفته برنامه واین تیستینگ و اینها. اون کسی نیست به غیر از این آقای روزبه فراهانی پور. من 1 یا 2 بارم با ایشون مصاحبه کردم، اولا من فکر کردم ایشون طرفدار رضا پهلویه، بعد ایشون میگه نه من طرفدار مشروطه هستم و این مشروطه هم یک معضلی شده که نمیدونیم حقیقتاً چی هست و کدومش خوبه، چون هیچ وقت اجرا نشده. مشروطه رو رضا شاه زیر پا گذاشت، محمد رضا زیر پا گذاشت، اینا هم که اومدن که اصلا به اصطلاح ورش داشتن. ولی ماجرای آقای روزبه فرانی پور اینه که از مرز غیرقانونی وارد ایران میشه، میره منزل یه نفر، لابد باهاش در تماس بوده و اونم میدونسته که این داره میاد اینجا، یا میخواستن نیرو جمع کنن یا میخواستن یه حرکتی کنن به اصطلاح مردم رو بسیج کنن بر علیه حکومت و اینها. من بارها گفتم بعض وقتا ما چون بلد نیستیم این جنبش های به اصطلاح گراس روت یا ریشه ای و اینها رو، یک کارایی میکنیم که خودمون رو در معرض خطر بزرگی مثل نمیدونم چی میگن خیانت و این چیزها قرار میدیم. مثلا شما در زمانی که توی مملکتی شلوغ هست بدون پاسپورت بدون اجازه وارد میشی، حتی اگه ایرانی هم باشی و بری با یه کسی همکاری کنی، بعدم شما قشنگ کت و شلوارتو بپوشی و بیای یا برسی به ساحل امن، اون وقت اون بنده خدا وزارت اطلاعات میاد میگه شما چرا با آقای روزبه جا و مکان دادی، میگیره و فلان اینها. حالا صحبت من و سوال من این بود که آقای روزبه آیا شما تماس میگیرین با این بنده خدا ما 100 دلار بهشون بدین که زن و بچهش، حالا باباش کشته شده بچه به مدرسه بره، اقلا بابا رو کشتن دادی، بچه هرم از مدرسه بفرستی به بچه های کار تو خیابون، خب اینم شد فعالیت، اینم شد چیزی که شما بهش افتخار کنی. بعدم وقتی سوربی میگه آقا اومده اینجا رستوران زده، برای من بنویسی خب آقا رستوران زدم که به کسی محتاج نباشم. گفتم ای کاش خمینی هم رستوران زده بود، حالا وایساده بود اونجا داشت شراب میفروخت و هر هفته بهش میگفتن آقا بیبریم انقلاب کنیم، میگو نه آقا این هفته والنتاینه، نمیدونم مهمون زیاده، این هفته کریسمسه، این هفته نمیدونم 4th of July، این هفته جشن آیریشا هست، ایرلندیا هست، و اونا هم اونجا وایسادن. اینا گذشتن از این چیزایی که داشتن. آقا خانم گور پدر همشون، گور پدر از بزرگ تا کوچیکشون، اونایی که ول کردن ساحل امن اینجا رو اومدن، همین سازگارا، همین همسایه ما 4 تا خیابون اومد، همین آقای سازگارا، همون قطبزاده، همین آقای بنی‌سر، اینا که اومدن و میبینید اونایی که یه چیزی خارج داشتن باز برگشتن خارج، آقای بنی‌سر، ولی اونایی که نداشتن دیگه یا کشته شدن یا موندن اونجا قدرت رو گرفتن. خب حالا احتمالاً این آقای سازگارم باید ازش بپرسیم آقا شما اینجا چی داشتی که برگشتی اینها، بمانه. در صورت ما چون از هر کسی صحبت میکنیم به اونم حق میدیم، اجازه میدیم که بیاد داستان خودش رو بگه، این حق برای آقای روزبه فراهانی پور به اصطلاح رزرو میشه که اگه خواست در این مورد صحبت کنه بیاد صحبت کنه. و جالبه من فکر کنم این ماجرا رو از زبان خودش شنیدم که وقتی این رفته ایران باعث شده که یه نفر رو بگیرن و بکشن. خب حالا این چه فعالیت اجتماعی سیاسی بوده که شما یه نفرم که تو ایران یه نیرو بوده بر علیه آخوندا، شما از خارج بلند شدی رفتی اینو به کشتن دادی و برگشتی اومدی؟ ها
حالا یه احمق دیگه رفته جای شما رو گرفته. اقلا با صدر احمد به شما، شما وسیله برده بودی دیگه، نمیدونم با گالسکه و چرخ و این چیزا نرفتی. و بماند هر روزی نوبت یه مشنگی هست. از نظر من اینا این کاری که کردن کاری مشنگانه بوده. و اما ما روز سلام واهی که عزیز، روز جمعه با آقای بابک هروی اینجا صحبتی داشتیم. ما از توی صحبتای ایشون فهمیدیم که این چیزی که بلند شده این بنده خدا از کالیفرنیا آمده اینجا، گویا اونی نبوده که این فکر میکرده، نمیدونم ایرانیان امریکن اینستیتو آف استراتژی، همشون هم ماشاءالله اسما اینقدر. ولی ببینید اون شرکتایی که کار میکنه اسمشو میذاره یو ها، یعنی ما ماشین میدیم شما بیا هم کن، یو ها. ولی اونایی که کار نمیکنن اول میگردن دنبال مقام بزرگ، مشاور ارشد حزب فلان، دبیر کل سازمان حقوق بشر و فلان، هی کشش میدن آفتاب لگن 100 تا، نهار و شام هیچ. اینا آمدن رفتن. جالب اینه حالا فهمیدم این همون سازمانیه که چند مدت پیش آقای عزیزان و اون آقای فرهمند محمود کلایه و باز آقای سینا دبستانی، آقای سینا دبستانی 20 سال پیش دوست من بود، جایی که ما کار میکردیم به عنوان کانترکتور، جایی هم که ایشون کار میکرد به عنوان یا مهندس ساختمون یا مهندس برق، چون مهندس برقی، حالا من نمیدونم چرا تو ویداد کار میکرده، اینا بماند، با هم کار میکرد. بعد مهمونی ها هم دیگر میدیدیم و خونه ایشون هم نزدیک خونه ما هست و اینها. و جالبه بهتون گفتم یکی از همونایی که توی جلسه ای بوده که اینا بودن، اون کشیش عقب افتاده سعید عابدینی، اینا یکی از اینا وقتی که آقای سینا دبستانی مهمانی گذاشته بود و نمیدونه آقای نوری علا و یه سری مفخور دیگه آمده بودن اینجا، آقای رضا پهلوی، یه نفر رفته بود تو حیاتش عکس گرفته بود، بعد به من میگه آقا من این عکس‌ها رو میدم به شما نشون بده. گفتم نه آقا این چه کاریه، همینجور که من خوشم نمیاد یه نفر بیاد تو حیات و کار غیرقانونی میکنه که از به اصطلاح مجلس خصوصی ما عکس بگیره، خب منم این کارو نمیکنم. ولی میخوام بهتون بگم اینا کی هستن. آقای سینا دبستانی الحمدلله از لحاظ مال و نمیدونم حقوق و اینها وضعش بد نیست، هم کارمند دولت بوده هم استاد دانشگاه، اینا معمولا دو سه جا بازنشستگی میگیرن. بعد از کلش هم فکر کنم از ایرانم، من پدر ایشون رو هم دیده بودم، آدم بسیار شوخ و سرزنده‌ای بوده اینها بمانه. ولی آقای سینا دبستانی طرفدار رضا پهلویه و به مردم حقیقت رو نمیگه. هر روز به اسمی، یه شعری هست میگه هر روز نمیدونم حالا یادم رفته به یه شکلی میان بیرون، یعنی مجاهدین دیدین امروز میگه شورای ملی مقاومت، فردا میگه ایرانیان امریکن کامیونیتی فلان، پس فردا یه چیز دیگه میگه. حالا سلطنت طلبا هم برای که از مجاهدین عقب افتاده عقب نیفتن شروع کردن همین کارا رو میکنن. من این صفحه اینا رو به شما نشون میدم، IA اجازه بدید، IA Institute اگه اشتباه نکنم، بله Institute هم که الان مؤسسه و هرچ، IA Institute کنم این باشه. شما خدا وکیلی دوستان برین صفحه اینا رو ببینید، یعنی ناکارآمدی، ناامیدی، نادانی از همون صفحه اول به چشم میخوره. حالا چجوری؟ من بهتون نشون میدم، نگاه کنید دوستان این صفحه اینا، ایرانیان امریکن استراتژیک ریسرچ اینستیتوت اینت 501c3، یعنی غیر انتفاعی هم هست، فوری این کارم کردن که مالیات بعدن به دولت ندن. حالا میان این صفحه اصلیشونه هم چی میبینید؟ همین اسم بالا رو که یه بار اینجا نوشته، یه بار تو این لوگو نوشته،
یه بار اینجا نوشته، یه بارم اینجا نوشته. پس حاصل دیدن صفحه اول اینه که اسمشون شما چهار بار میبینید. خب حالا میایم بریم ببینیم اینا کی هستن. About us یعنی درباره ما. به جای درباره ما میشنشون رو نوشتن. یعنی شما فکر میکنی آقای سینا دبستانی بعد این همه سال که تو آمریکا هست، آقای فرهمند محمود کلایه بعد این همه سال که تو آمریکا هست، آقای رضا پرچیزاده بعد این همه سال که تو کانادا بوده و نمیدونم اینجا، اینا نمیدونن درباره ما فرق میکنه با میشن؟ میدونن ولی نمیگن، چون نمیخوان شما ببینی اینا کی هستن. اون اول چه کاره هستن؟ نمیخواد بگه من سوربی نوشتم، من یه آدم ساده‌ای که اومدم اینجا به این امید که دموکراسی و آزادی بیان رو بتونیم قدم به قدم با هم پیش بریم. همین، به همین سادگی. عکسم اونجا، اسمم اونجا شونم. ولی شما باید بگردی، میای اولا میخوای باهاشون تماس بگیری، میری توی کانتکت. تا توی کانتکت میری یه ارور مسیج میده که بله این فلان فلان پرایویت کی ایز اینوالید اور میسینگ. خب دیگه همه یادتونه وقتا میگو این مغزش سه کار میکنه، یعنی مثل موتور چهار سیلندی که یه سیلندش کار نمیکرد، حالا یا شمعش شکسته بود یا ولوش خراب بود یا پیستونش گشاد بود، روغن میداد، هرچی، اینا هم اینجوریه، یه ارور داره کار نمیکنه. خب حالا میگین اب نداره، میایم میخوان اینوالو بشیم در این سازمان عجیب و معظم و بزرگ که بعد از 40 سال تازه درست شده. خب get involved، به سلامتی امام زمان. یه دوستی داشتیم آقای مهدی مشکل گشا در دبیرستان احمدی، میگفت که بچه ها من به فضل علی میخوام برم کمونیست بشم. خب حالا شما اومدید اینجا، این get involved درگیر شدن معنیش بیاین دعوا کنیم نیست، معنیش اینه که شما هم بیاین در این فعالیت های ما شریک و سهیم باشید، شما هم بیاین عضو بشید. خب اولا ما تا حالا نفهمیدیم اینا میخوان چه کار کنن، یه چیزای کپی از جاهای دیگه هدفمون اینه 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 گذاشتن، اوکی. حالا ما میخوایم بیاین با اینا بپیوندیم. اولی کاری که کردن نوشته PayPal account detail goes here، اکانت پیپل میاد اینجا، بانک اکانت فلان goes here. یه جوکی بود میگفتن اولایی که تلفن از این تلفن دستی ها اومده بوده تو ایران، این جوان ها تو نوبت بودن دیگه، ولی میرفتن جای تلفن رو میخریدن، روی تیکه مقوای قشنگم مینوشتن به زودی در این محل تلفن همراه نصب میشود. حالا اینا هم نوشته پیپل میاد اینجا، بانک اکانت میاد اینجا. خب آخه آقای کلایه عزیز، فرهمند کلایه، آقای سینا دبستانی، اون خانم محبوبه، اون آقای بابک، اینا به عنوان کسانی هستن، یا آقای دکتر ناصر انقطاع، کسانی هستن که به شما به عنوان شهروند ازشون خواستین مشاوره کنن، اینا رو آوردید جلو که از اسمشون استفاده کنید، امیدوارین سوء استفاده نباشه. ولی شمایی که میخوان یه کاری انجام بدید، یاد اون میسپری به خیر گفت چی؟ گفت سوربی اگه میخوای وام بگیری بیا به طرف بگو که من که حاضرم امضا کنم هیچی، خونم هم میذارم گرو، ماشینم هم میذارم گرو، حتی همسرم هم حاضر بیاد امضا کنه، به اصطلاح تعهد بده که ما اینجوری مردم قبول میکنن، و الا شما فوری 501c no tax، مالیات به دولت ندیم، یه ممر درآمدی باشه. بعد کانتکتم اونجوری، گدین واردم هیچی. حالا بیاین بریم ببینیم بورد آف ادوایزرش کیه، بورد آف دیرکتورز نه، بورد آف ادوایزر، چه کسانی به اصطلاح مشاورین این سازمان معظم و بزرگ هست. دوستان من الان که دارم با شما صحبت میکنم، همین دوستمون آقای بابک گفت که اینا میخوان تلویزیون را بندازن، ممکنه از تو هم کمک بگیرن. گفتم من هیچ مسئله نیست، کمک میکنم. یعنی من الان باید تعریف اینا رو بکنم که اینا جذب بشن بیان به من پول بدن، درسته؟ ولی من حقیقت رو دارم میگم، یا حداقل حقیقت رو از دید خودم میگم.
به به، گل بود به سبزه نیز آراسته شد. آقای سینا دبستانی پالیتیکال ادوایزر. یکی از ایشون بپرسه شما مدرسه پالیتیک رفتی، یکی از ایشون بپرسه شما به غیر از اینکه بدوی دنبال خون آقای رضا پهلوی چه پالیتیکال رزومی بک‌گراند سابقه ای داری؟ سینا دبستانی پالیتیکال ادوایزر. Mr. Dabistani is an Iranian American professional and activist. آقای دبستانی یه ایرانی آمریکاییه که شغل و زندگی هم داره و فعال هم هست. چه توضیح خوبی. He has a BS. این واقعا BS خیلی خوبه. به غیر از Bachelor of Science به جای بورشت هم میشینه. He has a BS in Electrical Engineering and MS in computer. بله، میگه لیسانس داره توی رشته برق و فوق لیسانس داره توی کامپیوتر ساینس from the University of Nebraska Lincoln فلان. He has been a computer science instructor of at Northern Virginia. توی نووا که همین دانشگاه های به اصطلاح محلی اینها هست instructor، درس میده، کامپیوتر درس میده و اینا. این نووا و اینا هم که میدونی بچه هایی که نمیتونن دانشگاه خوب برن میرن اینجا و بدم نیست. آدمایی که پدر مادرشو پول زیادی ندارن میرن اینجا یه سال دو سال درس میخونن، این کردیت ها رو میگیرن میرن یه دانشگاه درست حسابی. On the political side، این ورش خیلی مهمه، اون ور قضیه بوده، حالا بیاین این ور قضیه. On the political side، Mr. دبستانی has been a founding member of فرزندان شیر خورشید. ایشون مؤسس سازمان فرزندان شیر خورشیده. Member of Constitutionalist Party of Iran، عضو سازمان، این عضو چیز مشروطه خواهان است. Chair of Washington DC Chapter of CPI and Member of National Council of Iran as well as Elected Member of NCI Office of Council. یاد کی میفتم؟ یاد این حقای عقب افتاده میفتم که یه روز که اومد بود اینجا من گفتم آقا نگاه کن اون کسی که برای تو وبسایت درست کرده مثل که اومده کپی گرفته از هر جایی گذاشته اینجا و اینجا نوشته شما 18 تا شغل داری. آقا ما یه شغل داریم، این شغلم نه درآمدی نه چیزی توش موندی، شما 18 تا شغل کجا هستی؟ ضمن من امروز میخوام بیام سر این یکی از این شغلای تو ببینم تو اونجا چی کار میکنی. آقای سینا دبستانی عزیز برادر، خجالت هم چیز خوبیه. شما اومدی برنامه های بهکام من آوردم شستم لیف و صابون بهت زدم جنازت رو روی میز تشریح گذاشتم رفتی دو متر رو گذاشتی لای پات رفتی دیگه هم نیمدی. دوستان دارم بهتون میگم امروز که من دارم راجع به اینا میگم هم آقای فرهمند کلایه هم این هم اونای دیگه همشون دنبال اینن که یه میدیایی یه چیزی را بندازن، ولی به چند دلیل. یکی که نمیخوان پول خرج کنن، دومیش این که حاضر نیستن با کسی که مخالفشونه نزدیک بشن، میترسن چون به خودشون اطمینان ندارن. ولی من اون روز تا گفتم برای من مهم بود. حالا میاد این آقای سینا دبستانی بود، بریم ببینیم ممبرهای دیگه کیان، ادوایزرهای دیگه کی هستن، بورد آف ادوایزر. میایم تا پوینتر، آقای دکتر ناصر انقطاع کالچورال ادوایزر، ایشون به اصطلاح مشاور فرهنگی. خب خیلی هم خوب، از این بهتر که دیگه نمیشه. سازمانی که مشاور سیاسی داره مشاور فرهنگی داره. بله، میگه لااقل اگه کار نمیکنه ننوشتن به زودی یا کامینگ سون. چرا دیگه؟ اون پیپل و بانکشون رو نوشته بودن اینجا میاد، الان هنوز کار نمیکنه ولی میاد. بذارید ما بریم سراغ آقای ناصر انقطاع ببینیم آقای ناصر انقطاع اون چیزی که من و شما ازش میدونیم با اون چیزی که اینجا نوشته یکیه. دکتر انقطاع is an Iranian American scholar, writer, journalist و former member of Iran's House of Culture. میگه ایشون scholar، این استادای چیزو به اصطلاح اونایی که میدونید سکوی چیز دارن کرسی دارن تو دانشگاه ها میگن scholar، ولی ما اینجا به هر ننه قمری میگیم استاد، به هر ننه قمری میگیم اسکالر. آقای انقطاع میدونه ها من دوستش دارم باهاش صحبت کردم
و این تنها کسیه که هم راجع به بهایی ها میاد، فکر کنم خودشم بهایی باشه، درست صحبت میکنه، هم راجع به سلطنت طلب ها درست صحبت میکنه. ولی آقا این اسکالر این علکی به هر کسی نمیگن. شما چه سابقه ای تو آمریکا داشتی که حالا شدی اسکالر؟ بعدم ایرانیان امریکن باش اب نده. گفت در غربت لاف زدن آزاد است. رایدر نویسنده جورنالیست و فورمر ممبر آف ایران هاوس آف کالچر و عضو قبلی خانه فرهنگ ایران و اینها بماند. He published his first piece when he was only 13 and since then become a regular contributor to various Iranian journal. میگه ایشون وقتی 13 سالش بوده اولین به اصطلاح پیس، یعنی یه مقاله یک چیزی یا کتابی هرچی، 13 سال بوده. من یه بار وقتی آقای ستار دلدار گفت ایشون 19 ساله که بوده به اصطلاح دبیر روزنامه کیهان ورزشی بوده، گفتم خاک بر سر ما ایرانیا که یک بچه 19 ساله رو گذاشته بودن دبیر کیهان ورزشی. حالا 13 ساله بعضیا بله نابغه هستن، 5 سالش هست کتاب می‌نویسه، 9 سالش هست موزیک می‌زنه فلان اینا، ولی آقای ناصر انقطاع 13 ساله بوده که اولین پیسش رو نوشته و since become regular contributor. بعدم خب دیگه دائم مقاله می‌نوشتن و صحبت می‌کردن. During his studies for a BA in psychology and journalism and he became a top student in Iran. تازه ایشون وقتی اون کارا رو انجام میداده داشته دو تا رشته دیگر هم میخونده، یکی سایکولوژی سوسیالوژی و ژورنالیسم. ماشاءالله همه نابغه. حالا ببینید شما چند تا نابغه تو این سازمان جمع شدن ولی آب از آب تکون نمیخوره. During the 1970 دکتر انتقا held various government posts such as deputy healthcare minister، وزیر یا معاون وزیر بهداری بوده، دایرکتور اف پابلیک ریلیشن فور ایران اسپورت. و ببینید چه خر تو خری بوده، چه شیر تو شیری بوده. هر یه نفری چند تا کار داشته، چند تا منصب داشته، چند تا شغل داشته. بله بعد میگه که خلاصه میاد جایی که هی ایمیگریتد تو یونایتد استیت 1986 مثل که همزمان با منم اومده اینجا، where he received his PhD from American Global University. اگه اشتباه نکنم این American Global University همون دانشگاه قضاییه که آقای دکتر ابوالقاسم صمدانی باز کرده بود، به سعید سکویی دیوانه دکترا داده بود، به این میر فتروس دکترا داده بود، به من میگفت بیا دکترا بگی. گفتم دکترا برای چی من بگیرم؟ گفت آقا پی اچ دی همه دارن. گفتم آها این پی اچ دی همون یعنی پیتزا هات دیلیوری. ما نمیخوایم آقا، ما همین سوربی بسیم. خب حالا آقای انقطاع که همم بهش میگن دکتر، خانم نیه، از امریکن گلوبال یونیورسیتی. Since then از اون زمان دکتر انقطاع has been continuing his research and activity. از اون زمان ایشون تحقیقات و فعالیتش رو همین جوری ادامه داد. As well as being editor in chief، بل دبیر یه روزنامه صبح ایران هم بوده و دیلی for 10 years، 10 سال هم اونجا بوده. He has produced program، بله برنامه تلویزیونی هم داشتن و فلان و اینها بمانه. خب اینم داشته باشیم، برگردیم اینجا بریم سراغ یه نفر دیگه. کجا میایم؟ اینجا بابک سب کن که بهش هم میرسیم. آقای امیر عزتی کالچرال ادوایزر دوباره میگه که آقای مستر عزتی is an Iranian فینیش، فکر کنم این فینیش اینجوری که می‌نویسن یعنی فنلاندیه، مال فنلاند. بله یک آقای ایرانی فنلاندی فیلم میکره و فیلم کریتیک، کسایی که از فیلم‌ها انتقاد می‌کنن و منقد فیلم، ژورنالیست. وایل این ایران وقتی که تو ایران بوده هی یوز تو تیچ فیلم استادیز از ول از پرودوسینگ سینما ریلیتد پروگرام، اون موقع معلم این کارهای مدرسه و سینما و اینها بوده. بعد میگه که
به رژیم همخورده میگیرن به خاطر چند شغله بودن، بعضی ها چون ولایتی یا به ژن خوب ایراد میگیرن. در جای رضا پهلوی سکاندار ژن خوب هست. اتفاقا یه فیلمی هست بهتون نشون میدم درباره اونم صحبت میکنم. During the 1990 he wrote in depth theoretical article for the prestigious film Montreal. یه مقاله نوشته بود since his forced immigration. این forced immigration دوستان من باهاش اشکال دارم. یه مدتی دوستان اینجا میگفتن ما رو تبعید کردن، میگفتم آقا اگه من و شما رو تبعید کردن اینجا، والا ایرانی ها میرن تو صف وای میسن میگن آخوند تو رو به خدا ما رو تبعید کن آلمان، ما رو تبعید کن. شما و من مهاجرت کردیم، دلیلش هم ترسو بودنمون بوده، دلیلش عزیز نازی بودنمون بوده، دلیلش بچه ننه بودنمون بوده. حالا دیگه نمیخوام بگیم دلیلش آقای رفسنجانی یک گوی خورد گفت که اینایی که میخوان برن کنار دریا خانمشون میخوان لخت باشن بلند شدن رفتن. ولی آقا آخوند شما رو تبعید نمیکنه، اگه میخواست تبعید کنه تبعید میکرد چابهار، تبعید میکرد خاش، نمیدونم هزار تا ده داریم که هنوز آب ندارن، تبعید نمیکرد کالیفرنیا. این مهاجرت هم همینه، مهاجرت از حضرت محمد که خواستن بکشنش در رفته هجرت کرده. وقتی شما هجرت میکنی میری برای یه جایی که شرایط بهتری داشته باشه و کسی هم فرصت نمیکنه. شما میتونی اونجا وایسی مبارزه کنی. شاید اگه هممون وایسته بودیم برنده میشدیم. آقای بابک هروی، آقای انقطاع، آقای عزتی، آقای سینا دبستانی، آقای فلان، شما ببین چند نفر از ما در رفتیم فرار کردیم. اگه وایستاده بودیم شاید برنده میشدیم. یه جورایی ماها رو باید یه جایی تو دادگاه یقمونو بگیرن. آقا شماها، تو گفتی من اسکالر هستم، تو گفتی من فیلمسازم، تو گفتی من دبیرم، فوری وقت ایراد میگیرین از شاه. البته بعدم میگیم خب آقا ببین دیگه جایی که شطور بود به یک قاز، وقتی شاه فرار میکنه ما چیکار هست؟ ما سرباز شطرنجی، ما هم در میریم. در هر صورت بیایم دوباره بریم سراغ یکی دیگه از این ادوایزرها. میرسیم یواش یواش به بابک. به به بابک عینکم زده عکس جیمز باندی. ببینید این خوبه که آدم از دوست خودشم انتقاد کنه و دوستشم تحمل داشته باشه. بله خیلی ممنون. طرف میگه خدایی مردی حرف حساب میزنی، حالا شما بشین حمایت نکن آقای یوسفی تا روزی که ما بمیریم، بعد بگی سربی خدایی مردی. بابک هروی کالچرال ادوایزر، ایشون هم مشاور فرهنگی. مستر هروی از رایده، ایشون یه نویسنده است، پویت، شاعر، موزیسین، موسیقیدان و تلویزیون پروگرام پرودوسر و تهیه کننده برنامه های تلویزیون هم هست. دیسنتینگ ویترنز آف د ایران عراق، یه کسی که تو جنگ ایران و عراق هم بوده تو سالهای 1980، باز دوباره همون اشتباه رو اینجا نوشتن. He was forced to immigrate to Sweden in 1990s. این به اصطلاح مجبور he was forced یعنی مجبورش کردن تا به اصطلاح مهاجرت کنه به سوئد. While there he studied robotic technology and industrial automation. بله اگر شما شغلتون از دست دادید به خاطر اینکه کارا اتوماتیک شده، میتونید یک کمی هم بابک هروی رو مقصر بدونید. و he later moved to the United States where he studied computer science. He is now a business manager in Los Angeles. میگه بعدن دیگه اومد کالیفرنیا و رفت کامپیوتر ساینس خوند و علوم کامپیوتر و اینها و running his computer programming firm. میگه او شرکت کامپیوتر رو نمیدونم چیز خودش داره. He is also an activist. ایشون فعال هم هست. Mr. Hervey's television show خبربین provided an expose of the Iranian regime's crime against humanity for 2 years. میگه یک برنامه هم روی خبربین داره که expose یعنی به اصطلاح افشا میکنه، نشون میده جنایات کیو آخوندار. برگردیم دوباره بریم Board of Advisors.
میگه اگر مهمون مایی تازه دلبار. این خانم محبوبه حسین پور واقعا من هم براش متاسفم، چون اینم مثل من داداش از دست داده، و باز براش بیشتر متاسفم، چون به نظر میرسه حالا که داداش از دست داده عقلش هم از دست داده. شما برین این محبوبه حسین پور ویدیوهاشو نگاه کنین، توی تلویزیونای پادشاهی هم حتی کردنش بیرون. Human Right Advisor، ایشون قسمت حقوق بشر رو مشاوره میده به آقای سینا و دیگران. Mrs. Hossein Poor is a human rights and political activist. She received her BA in English literature and MA in ancient cultural language فلان اینها پهلوی یونیورسیتی آف شیراز. اتفاقا ایشون یه دفعه با من صحبت کرد و گفت که من شیراز بودم و همونجا با شوهرش فکر کنم آشنا شده، شوهرش هم شاعره و خودش هم شاعره و اینها دانشگاه ادبیات شیراز بودن. و since 2006 از 11-12 سال پیش in protest to the suspected assassination of her nuclear science brother، میگه که سال 2006 توی اون تظاهراتی که به اصطلاح چون برادرش nuclear scientist بوده، دانشمندای اتمی بود، میکشتن چپ و راست که میگفتن مجاهدات ترور میکنن، میگفتن اسرائیل بهشون چی میده و اینها، اسم داداش ایشون اردشیر حسین پور بوده. ایشون میگه که توی اون برنامه ها فعال بوده و اینها، بعد میگه که به خاطر این کار همه کارهایی که انجام میداد کویت کرد، همه کاراش گذاشت کنار و شد کویت all her professional activities. تازه که باید professional activities، پروفشنال اکتیویستی که میگه شما یعنی فعال حرفه‌ای، بعد ایشون میگه همه رو گذاشت کنار. She later immigrated from Iran landing first in Turkey، بعدن از ایران آمد تو ترکیه، از ترکیه هم آمد اینجا. She now lives in Los Angeles where she's television program producer, journalist and human rights activist. بله بسیار عالی، یعنی دیگه این سازمان هیچی کم نداره، ماشاءالله بورد آف ادوایزر که یکی پس از دیگری دانشمند، فعال، همه چی دیگه، همه چی داریم. بریم سراغ آقای دکتر جاوید جوان. ایشون مشاوره سیاسی میده به این سازمان. ولی جالبه در آمریکا یه عکسی ایشون نفرستاده، همون روز که اومدن اینجا پنجشنبه رفتن تو مجلس تو ساختمان کنن بیلدینگ، یه عکسی نگرفتن بذارن اینجا. وقتی که یه نفر رو میخوای معرفی کنی وقتی اینجوری میذاره، معمولا کسایی که گم شدن، تصادف کردن، کسایی که مجهول هویه هستن. و چه جالبه اونا اسمشون جان دو هست یا جین دو، ایشون هم اسمش جاویده، حالا با جی شروع میشه، دکتر هم هستن ایشون، دکتر جاوید جوان پولیتیکال ادوایزر. به من گفتن ایشون خیلی پولداره، باید از ایشون خیلی تعریف کنم، ولی من اون چیزی که نظرم هست میگم. دکتر جوان is an Iranian American بله این انترپرنور، یعنی کسایی که خیلی موفق میشن، یه دفعه یه برنامه رو میفروشن پولدار میشن یا یه چیزی اختراع میکنن اینها. He studied for MS degree in industrial engineering، برای مهندسی نمیدونم صنعتی و تکنیکال یونیورسیتی و دارمشتاد، آلمان هم بوده، برلین هم بوده، استنفورد هم بوده یونیورسیتی، where he later received his PhD، بالاخره حالا میتونه پیتزا هات دیلیوری، industrial management، back to ایران. رفت تو ایران، همه این کارها رو انجام داد، بلند شد رفت تو ایران، at the business school of national university، رفت تو اون قسمت دانشگاه ملی، اون قسمت business school، where he was promoted to chair of the department and associate dean of the school. رفت دیگه شد یکی از اون مقامای بالای اون مدرسه و دانشگاه و اینها. دکتر جوان also acted as advisor to the export promotion department and the commerce ministry before the 1979 regime changed in Iran. Since then he has been residing in United States and continues his activities as an entrepreneur and activist. خب ایشون اینجوری که میگه باید خیلی از ما پیرتر باشه، چون بنده مثلا 1979 یه دبیر ساده بودم، حالا ایشون
میگه اون موقع توی اتاق بازرگانی و فلان کله گنده بوده، انقدر کله گنده که الان دیگه عکسشو نمیتونن اینجا بذارن، لابد دو صفحه احتیاج داریم برای عکس ایشون. برگردیم بریم سراغ چی؟ دانشمند بعدی. حالا ببینید دوستان، آخوندا قولتون میدم الان نشستن و میخندن به ما که نگاه کنید ما با یه طلبه چجوری پدر اینا رو در میاریم. اینا با این همه، این آقای اسفندیار خلف اگه اشتباه نکنم همشهری ما یا مال خوزستان است و اینا، خیلی آدم باحالیه، با منم در تماس بود و اینها، ولی من دیگه الان از موقعی که 20000 نفر این ور اونور دور برم ریخته دیگه حقیقتش نمیتونم با همه یکی یکی جواب بدم، ولی ایشون هم هست پولیتیکال ادوایزر و مستر خلف هاز بین ممبر اف فرنچ سوسیالیست پارتی سینس 1983. ایشون از سال 1983 یکی از اعضای حزب سوسیال فرانسه بوده. هی از آلسو a member of the party of European Socialists. فلان، خب اینا همش مال اروپا، چیکار ایران داره؟ He was one of the founder of La République in March, نمیدونم چی coalition that brought Emmanuel Macron to power. خب داره از فعالیت‌های سیاسیش توی فرانسه میگه، یعنی ایشون که اومده اونجا رفته توی حزب فلان، رفته توی پارتی فلان و انقدر فعالیت کرده که امروز اگه این آقای ایمانوئل ماکرون اونجا هست از صدقه سر اسفندیار خلف هست. آفرین. خب He's an Marshal General Coordinator in Territory B. نمیدونم اینا، من معنی اینا رو نمیفهمم. Of Enmerchant EU Foreign Commission. Mr. خلف is also Director of. شما ببینید اینا که اینقدر مقام دارن، همین مقام ها، همین شغلا باعث میشه نذاره اینا به کارهای اصلشون برسن. بماند که خیلی از اینا دروغه، من اینجا رئیسم، اونجا شرکت خودم رو دارم، اینجا مدیرم، اینا دروغه. من رفتم یه جایی کار کنم، طرف گفت شما رزومی تو بده. این کاغذه رو گرفتم، گفتم این رزومی منه، ولی خالی خالیه. گفت چطور؟ گفتم آقا من 40 ساله برای خودم کار کردم، رئیس خودم بودم، از رفتگر تا رئیس همه کاری رو انجام دادم. حالا شما اگه میخوای من یه دروغ برات بنویسم، بله 100 دلار میدم یه رزومه می‌نویسم 20 صفحه، ولی شما بیارین طرف رو روی کار، سر کار ببینید چه جوریه. بهتون گفتم دوست ما دکتر بوده تو ایران، اینجا که اومده گذاشتنش تو لابراتوار، لوله آزمایش و اینا رو که دادن دستش گفت روپوشو درآوردم گذاشتم از در پشت در رفتم، نتونسته کار کنه. و اینجا تو آمریکا اینه که شما میبینی به فلانی مدرکی میدن از فلان دانشگاه میشه دکتر، آقای ناصر انقطاع، برای که دکتر در چه رشته هستید شما؟ کجا توی این رشته کار کردی؟ هیچی. آقای دکتر ابوالقاسم صمدانی یه معلم ساده و یه مادرش مدیر بوده تو کرمان، آمده آمریکا در سنین میانسالی و کهنسالی رفته یه جایی رو باز کرده، به جایی که اسمش رو بذاره به اصطلاح کیندرگاردن، به جایی که اسمش رو بذاره نمیدونم الیمنتری اسکول، گذاشته یونیورسیتی آف گلوبال امریکن ایرانیان. بعدم به هر کسی رسیده برای یه چلو کباب یه دکترا داده. و من چقدر افتخار میکنم که این دکترا رو نگرفتم، وقتی که شاهی که دیپلم نداره دکتره، آقای ناصر انقطاع دکتره، آقای میرفترس دکتره، آقای نمیدونم سکویی دکتره. خب آقا اگه اینا دکتران، من نمیخوام دکتر باشم. بمانه یکی اتفاقا راجع به این آقای شاهکار بینش پجو، شما به من بگید کدوم احمقی میاد اسم بچهشو بذاره شاهکار؟ بچه رو درست کرده میگه این کار شاهه. حالا این بی پدر مادره که میگن ما پدرمون فردوسیه، اون یکی میگه پدرمون کورشه، اون یکی میگه پدر تاجدار رضا شاه فلان، نه اینا بماند، ولی کدوم پدری میاد از اونوری اسم بچهشو بذاره شاهکار؟ شاهکار بینش پژو میاد شعر میخونه، آخوند به تو چه که من عرق میخورم؟ بعد آخرش ماهات شور هیجان داریم حالیمون نیست، اون یواشکی میگه از طرفی به من و تو چه که آخوند چه کار میکنه؟ و اگه اومدی این حرف زدی به قول شیرازی ها میشی بدون عالم، یعنی بدتری آدم تو دنیا. حالا بیان این خانم آویده مطمئن فر رو من نمیشناسم.
کالچورال ادوایزر میسیز، بذارید اینم براتون به اصطلاح صفحه اصلی رو که بعد خانم ها اعتراض نکنن، به خانم ها که رسیدی چیز کردی. انترپرنور یعنی کارآفرین. بهائیان یه درجن 12 تا، یه درجن 12 تا زن داشت. نمیدونم، انترپرنور همیشه کارآفرین نمیشه عزیزم. ممکنه یه طرحی رو، یه پیشنهادی رو کرده باشه توی بیزینسی، خودش پول ساخته باشه فلان، ممکن برای هیچ کم کار نیافریده باشه. حالا اگه شما میگی کارآفرین، ما با شما دشمنی نداریم. سر گفت سر یک کلمه ای، معنی یک کلمه ای، اونم زبان سوم من و زبان چندم شما، دوستیمونو با شما به هم نمیزنیم. مثلا این دوستمون آقای پرویز بابایان خیلی با من وجه مشترک داره. خب آویده مطمئن فر کالچورال ادوایزر، میسیز مطمئن فر از بلژیان کانادین سیتیزن اف ایرانیان دیسنت، بگه بله ایرانی تباری هست که الان به اصطلاح شهروند بلژیک و کانادا هست و ایشون هم he has held a DO degree from the Belgian School of Osteopathy since 2000 as studying at the Ecole فلان. خب اینا کاراشونه، کجا بودن، چیکار کردن، همه هم بهتون میگم مقام مدرک. دیگه بدترین بدترینش BS که اولا بتونن بولشت بگن، بچلر آف ساینس دارن که بتونن اون BS رو داشته باشن. She is currently an osteopathic نمیدونم manual practitioner based in Toronto. من این osteopathic نمیدونم چیه، احتمالا کارهایی در رابطه با مثل فیزیوتراپی و ایناست، یا شاید اشتباه میکنم، چون قرار نیست من همه این کوفت و مرضا رو داشته باشم که همه دکترا رو تو این رشته ها بشناسم. بله همچنین خانم مطمئن فرد گرو اپ اوت اف ایران میگه اگرچه ایشان در خارج از ایران بزرگ شد و اینها، she has always been interested and involved in activities concerning Iran and the Iranian community. She served as an appointed Iranian Canadian Congress board member. بله تو کانگرس هم بوده و تو کنگره کانادا هم بوده و اینها. And is currently treasurer of the Ontario Association. Treasurer اینایی که تو کارهای مالی، من هم یه مدت ترژرر این هاوس اینجا بودم، چی میگم هوم‌اونر اسوسییشن، همین هم شما میتونید تو چیت بنویسید که من ترژرر بودم. ترژرر وقتی هستی یه مقداری اون چیز امانتداری و این که کسی جرأت کنه چند تا خونه پولاشون رو سالیانه بدن به تو و تو پولا رو ور نداری در بری، خود این چیه. در هر صورت اینم ایشون، خب حالا امیدواریم همه اینها هی بشه یک انگشتری که با این نگین هایی که روشه، بعضی وقتا دیدید این فوتبالیست ها یه انگشتری میکنه دستش به خاطری که اینقدر بزرگ و نگین داره و فلان، بعد ببینی مثلا آرترایتز این انگشتشو گرفته، یا انگشتر میگن این انگشت دست راست یا دست چپ، انگشت کوچیکتون اگه بکنید همیشه خود به خود این انگشتتون رو باز میکنید و تمام دستتون درد میگیره. من نادانم یه مدت نمیدونستم دوتا انگشتر داشتم، بعد همه رو ریختم دور. گفت پیرهن، گفت پیرهن میخواهی از برای تن، تن رها کن تا نخواهی پیرهن. هیچ وقت شما نه ساعت دست من میبینی نه انگشتر دست من میبینی. بره خب بابک رو گفتیم، خانم محبوبه حسین پور رو گفتیم، آقای خلف رو گفتیم، خانم مطمئن فر رو هم گفتیم. بیایم سراغ دوستمون آقای رضا پرچیزاده. رضا پرچیزاده یه جوونیه که من اولین بار وقتی عکسش رو دیدم، گذاشته بود داشت قلیون میکشید و این دود قلیون اومده بود اینا، بهش گفتم شما که میخوای فعالیت سیاسی کنی اینجوری خابیدی و اینها، این عکس زشته. حالا نمیدونم دیگه هنوزم هست یا نه. بعد خدایش بگم رضا پرچیزادم سعی میکنه نخود هر آش باشه تا ببینه کدوم یک از اینا میرن جلو، بعد بگه منم اینجا بودم. من چیزی ندارم اگینست ایشون، یعنی چیز ندارم در جهت مخالفت باهاش، چیزی هم ندارم در برابر موافقت باهاش. نویسنده ای که چیزایی هم که می‌نویسه بعضی وقتا قشنگه، ولی ما ای کاش یه مدت شعر نمی‌گفتیم، یه مدت نمی‌نوشتیم تا بلکه می‌تونستیم یه کاری انجام بدیم. ایشون هم تئوریسته،
به اصطلاح دیگه فلسفه پرداز سیاسی هست و آنالیست هم میکنه، آنالیز هم چی میگن به اصطلاح تفکیک و تحلیل و اینها هم میکنه، بعد تینک تانک، تینک تانک تحلیل، تحلیل روز تینک تانک، این اتاقای فکری، مغزای فکری اینا رو میگن. ایشون یه جایی داره به نام تحلیل روز و he has BA و MA in English language and literature فلان اینا، University of Tehran و فلان اینا، بعد media و communication study و اینها اومده و نمیده و بعدم PhD رو گرفته الحمدلله که الان دیگه میتونه پیتزاها دیلیوری کنه. He was top student in Iran during the study of University of Tehran. Mr. Parchizadeh has been published worldwide. بعد میگه که ایشون اصلا یه چیزی جهانی پابلیش کرده، من نمیدونم چه چیزی رو منتشر کرده جهانی. His research interests include theory, philosophy, history, geopolitics, security and cultural study. دوستان یه کم اگه دقت کنی هیچ کدوم از اینا نگفت مثل سوربی یه کار بلده حرف مزخرف بزنه، هر کدومشون ماشاءالله پر، یعنی تو هر دست 6 تا هندونه، حالا بشینیم ببینیم کدومشون یکی از این هندونه ها رو به مقصد میرسونه. ببخشید. خب برگردیم ببینیم، ماشاءالله از این لحاظ اینا خوبن، هنوز تازه به آقای کلایه نرسیدیم. بله این یکی هم فرد صابری، Human Right، فرد صابری از ایرانی از سویدش. بله ایشون هم بیاریم اینجا، فرد صابری. بله Human Right Activist، بله فعال حقوق بشر هست و استوکهلم کانتی کانسل، مشاور مال استوکهلم توی کانتیشون، توی منطقهش. بذار من اینو خاموش کنم که هی نپره یک لحظه. حالا من میخوام اینو بهتون بگم، یادتونه چند مدت پیش آقای عزیزان، همین آقای سینا دبستانی، همین آقای آبدینی، همین آقای کلایه، اینا اومدن رفتن با یک کسی هست به نام میهن، یک کانگرسمنیه، با اون صحبت کردن، صبح برو صبحونه بخور، زهر برو نهار بخور، و Q&A question و سوال و جواب و فلان اینا. بعدش خب چی؟ هیچی. دوباره رفت اون دفعه آقای کلایه من گفت 11 فوریه و بعد دیدیم که گویا 23 22 فوریه بوده و احتمالاً بوده. خلاصه ایشون میگه که Deputy Chairman of the Action Group for Asylum Seeker، یه کارایی هم برای پناهنده ها انجام میده و نمیدونم اینایی که ایرانی های سوئدی و اینها. و ببینیم بعدش هم دوباره نادر ستاره، ایشون هم بله ایشون هم دوباره عکس نداره، در قرن 21 سال 2018 عکس نداریم. و اینجا هم فرهاد تالشی IT Advisor، IT از بذارم که دیگه شما میدونید Information Technology، و آقای تالشی همشهری آقای هوشنگ امیر احمدی از تالش، همشهری فرخزاد، ایشون هم اونجا هست و اینها. و خیلی خوشحالم که ایشون هم از لحاظ BS کم نداره و BS داره توی رشته Agricultural Engineering و Master in Computer System. یه دفعه نمیدونم چرا از Agricultural میرن رو کامپیوتر، خب لابد اون موقع فهمیدن که آقا بریم تو کامپیوتر کار بهتری داریم و اینها. بله ایشون هم توی UK همین United Kingdom بوده و هست و هرچی از اکتیو مستالشی واید رنج. بله میگه از فعال سیاسی هم خیلی واید رنج، یعنی خیلی فعالیت سیاسی داشته. من نمیدونم چرا آقای کلایه اینجا نیست، حتما با سینا دبستانی مشکلی پیدا کردن. میدونید که معمولا اینجا میان سه نفر میرن توی چلو کبابی یه حزب یه سازمان درست میکنن، سر پول دادن یکشون میگه من برم کیفمو از تو ماشین بیارم، اون میرتش دیگه پیداش نمیشه، این حزب میشه دو نفر. یه جایی که میرسه اولین پولی که میاد دستشون میخوان خرج کنن اینا با هم مشکل پیدا میکنن، یا سر کی رئیس باشه کی نباشه میشن یه نفر. و جالب اینه که هیچ کدوم از اینا حتی همسراشون توی این
فعالیت ها نیستن. باورتون میشه؟ یعنی حتی همسرشون که نزدیکترین شخص هست به اینها، اینا توی این سازمانی که این هست اون نیست. حتما اگرش بپرسی میگه مگه دیوونم من، مثلا روز 5 ساعت 10 ساعت این تو خونه تحمل میکنم، حالا دیگه بیام اینجام تحمل کنم بمانه. دوستان این بود ایرانیان امریکن اینستیتوت بورد آف ادوایزرز. خوشتون اومد، حالا موفق باشید. حالا با همه ای که من همه اینا راجع به اینا گفتم، اینا اگه بخوام تلویزیون بزنن، من 3 تا سرور دارم، یکیش همینی که دارم خودم استفاده میکنم، 2 تای دیگه دارم که یکیش دادودیم به شهافر استفاده میکنم، یکی دیگه‌ش هم هر وقت یه برنامه دارم آمریکایی چیزی مثلا عروسی طرف میذاره اینجا پخش میکنی، پدر مادرش تو آفریقا نگاه میکنه، پدر مادرش تو ایرلند نگاه میکنه، اون استفاده میکنه. اگه اینا خواستن من حاضرم اینا رو بهشون بدم را بیفتن. و نصیحتی که کردم اون روز با آقای هروی، گفتم به اینا بگو ببین به کسی وابسته نشید، نشید مثل سکویی که سین قیچی دستش باشه برنامه آریان چی رو قطع کنه، نشید مثل اون یکی که اون قطع کنه. ما اینجا آزادی هست، ولی مستقل باشید، استقلال خودتون داشته باشید. بله اینم از این. آقای سهیلی برای من یه چیزی نوشته بود، بعد من برایش نوشتم آقا شما نوشتی که ما حکومت اینجوری اینجوری، آخه شما که شاعر هستی، شما که پدرت یه آدم فرهیخته‌ای بوده، خودت یه انسان شریفی هستی، این همه دروغ برای چی می‌نویسی؟ ما گویا یه بار دو بار یه زنان در رأس حکومت بودن، اینم برای که هیچ مردی نبوده، از بس هی رفتیم انگولک کردیم به کشورهای دیگه، اونا اومدن زدن کشتن، هیچ که نبوده. نمیدونم خانم آرتیماس آرتی گوشت نمیدونم چی رفته شده رئیس فلان، هی نگین خانم ها در رأس حکومت بودن، آخه این دروغا چیه؟ بعد ایشون میگه که گویا ایران در دوران ساسانیان چند ملکه حاکم داشته است، اکثر نوشته های شما به من ایرادگیریست. آقا جون ایراد دارم میگم که شما که مینویسی اسم 7 ملکه رو بنویس، اسم 7 ملکه رو بنویس. ما تو قرن 20 میخواستن یه ملکه داشته باشن، اینم برای یکی 2 سال که اگر شاهنشاه به خاطر مریضی فوت شد، این خانم نایب سلطنت خانم فرع دیبا یه 2 سال ملکه باشه تا این رضا تنبل بشه 18 سالش. نشد، آقای شاه گفت نه، هیچ زنی با هوشش مثل مردا نیست. آقای سهیلی برو عزیزم مصاحبه آقای خانم باربارا والتر با شاه و فرح نگاه کن، شاه سوئیس رفته فرح رو گریه میندازه، فرح نگاهی سخت میکنه که اشکش نیاد پایین، که اگر زن بود، اگر زن درستی بود، اگر هرزگی نکرده بود باید بلند میشد از اونجا میمد بیرون. حالا چرا میگم هرزگی؟ این آقای رضا زرابی، کوروش زرابی، هرچی برای من نوشتون که آقای سربی، من مادر من برنامهاتو نگاه میکنه و مادر من میگه این سربی آدم خوبیه، حرف رک میزنه، ولی اینجایی که به خانم فرح میگه اینجور اونجور، میگم بابا من که تو رخت خواب اینا نبودم، من که آقای نوریزاده نیستم تو رخت خواب امام و خامنه ای و فلان باشم، من دارم داستان پسرخاله خودش رو میگم، دارم داستان فامیلای خودش رو میگم که بابا این زن با آقای فلانی بوده فلان، و هر دفعه هم اسمشون یادم میره، ماشاءالله یکی دوتا هم نبوده. بعدم ناگفته نماند، آقای شاه هم زیر آبی میرفته، اون ور خانم طلا رو داشته، اون ور نمیدونم فلان رو داشته، آقای علم که چپ و راست براش خانم میبرده، کلش خراب بوده. ولی شما اگر میخوای راجع به فرح پهلوی بدونی، همینقدر که آقای احمد علی مسعود انصاری چون آدم مذهبی هست، خوب بعد به من مربوط نیست، میره چون هم زیارتی و هم حجی مادر فرح پهلوی بوده، میره بهش میگه بابا این تو داره گند میزنه، خانم فرح پهلوی میاد میگه آره تو شدی جاسوس من، من اجازه وسط پارم ندارم. بابا خانم فرح پهلوی، خانم دیبا، یک کسی بوده که 16-17 سالگی، چشتونه ببندید دوستان، 16-17 سال پیش از چند سال میشه پیش از انقلاب، ایشون فرانسه بوده، سیگار میکشیده، آزاد بوده، کمونیست بوده،
بعد پامیشو میاد ایران گیر میفته. یه بعضی ها میگن حتی آقای اردشیر زاهدی خودش اول به اصطلاح امتحان کرده ببینی این آب گرمه سرده، خدای نکرده مسموم نباشه، بعد داد دست آقای شاه گفته بد نیست. بابا دیگه تاریخ رو که نمیشه شما چیز کنی. امروز دیدم یه نفر یه چیزی نوشته، خانم نیر ناراحت شده. خانم نیر هم از یه بار میگه از رضا پهلوی خوشش نمیاد چون آدم دروغگویه، بعد یه نفر دیگه ای میگه رضا پهلوی دروغگوه، میگه حالا که شما به رضا پهلوی توهین کردی فلان فلان. بابا بذارید بگن مردم، روزی 100 تا فوش به من میدن، بذارید بگن اون نظرشه. شما هرچی اون فوش بده شما میگی نه بابا این فوشی که داد این قسمت درست نیست. بله سوربی بد اخلاقه. اتفاقا یه دیشب یه دوستی به من میگه که آی سوربی یه چیزی بهت میگم، این هم انتقاده هم کردیت و اعتباره. گفتم بگو. گفت من هر جا صحبت میکنم به اصطلاح چند نفر بدیت رو میگن، ولی جالبه که همشون متفق القول میگن ولی آدم آنستیه. گفتم خب اگر بدیمو میگن بعد میگن آدم آنستیه، یعنی این چیزایی که من دارم میگم درسته، اینا خرن که وقتی هم درسته قبول نمیکنن. کلی هم خندید و امیدوارم. بله خیلی ممنون، دمتان گرم جناب سربی پولادین مصطفی رهبر. بله اون گاراژ رهبر تو شیراز فامیل شما نبود؟ بله اینم آقای مسعود سهیلی دانشمند و اینها بماند. حالا ببینیم که آقای مخبلواف، آها میگه که من را قانع نکردن چرا که اول آخر ایران برام ارزش داره و نه عقیده و شخص. آها اوکی خال، بعد یه بار دیگه باز با آقای بابک هروی صحبت میکنیم ببین چی میشه. آفرین بر شماها که کارتان درسته. این یک ماجرایی بود، یه عکسی بود آقای پتیک برای من فرستاده بود، بعد به اصطلاح من براش نوشتم که آفری حالا که این ستونا رو رنگ کردی ما دیگه تو پارکینگا عقب عقب نمیریم. دیدی پارکینگا معمولا حالا یا دود ماشینه یا نور اونجا یه کمی تاریکه، بعد این ستونای سیمانی هم با رنگ سیمان کف یکیه، بعدم سنت هم گرفته باشه و عینک تو اینها هم مزید بر ذلت. شما عقب عقب که یه دفعه می‌بینی ای وای زدی بغلت به تیر به این ستونایی که پارکینگ رو نگه داشته و اینها. حالا بعض جاها اینا رو زرد میکنن بعض جاها سفید و مشکی میکنن که شما ببینی. دیدم که پتیک رنگ زده زرد، گفتم خوب حالا دیگه به اینا نمیزنی. گفت اینی که من دارم رنگ میکنم کسایی که تو این ساختمون آپارتمانشون رو میخوان بفروشن چون آپارتمان تمیزیه رنگ زده و اینها 15 تا 20 هزار دلار گرونتر از آپارتمانهای دیگه میفروشن و این کار معموله، چون کسی که میخواد خونه بخره نمیخواد حالا خونه بخره بیاد توش وایس فعلگی کنه عملگی کنه. بله هستن یه سری که میان خونه میخرن که به قول خودشون فلیپ کنن درستش کنن بفروشن اونها، ولی خیلی ها مثل بنده که مثلا اولین آپارتمان رو خریدم با پول قرضی و از داداش رو نمیدونم از اینا آوردیم 80 هزار دلار دادیم یه آپارتمانی خریدیم دیگه نمیخوام حالا بریم 20 هزار دلار آشپزخونه، میخوام از روز اول بشینیم توش زندگی کنیم. و اما بله میگه که فروکس این not find you that you may be time for first. بله خیلی ممنون یادآوری میکنم. بله میگه که اتفاقا عصبانیت هم با حال نیش زبان شیرازی چیکار کنیم دیگه، ما نمیتونیم تو این عصبانیت و اینها بیان زبان خودمون هم عوض کنیم. بله اسامی رو که گفتم فیلم را به محض اینکه انتشار دادن البته اگر به من دادن براتون میفرستم. بله ما پرسیدیم آقا خب این جلسه ای که بوده کسانی که از عدم شفافیت آخوندا صحبت میکنن چرا به اصطلاح خودشون شفاف نیستن، چرا این جلسه ای که رفتید مستقیم برای مردم پخش نکردید، چرا یه ساعت بعد فیلمش رو نذاشتین، چرا دو روز بعد فیلمش رو نذاشتین، چرا هنوز امروز فیلمش نیست؟ یه کاری دارن دیگه. گویا آقای سینا دبستانی هم was invited but excused himself for work reason. خب ببینید شما داری حرف منو میزنی، اولا invited by whom، کی شما ها رو دعوت کرده؟ شماها به اون طرف گفتید که آقا ما میخوایم بیام شما رو ببینیم، حالا اگه شما invite شدین معنیش نیست اون شما رو invite کرده. سوربی
به فلان چلو کبابی میگه آقا من و 5 نفر امروز میایم نهار، شما نمیتونی بری خونه بگی چلو کبابی شمشیری منو دعوت کرده. سینا دبستانی کی دعوت کرده بود؟ مجلس؟ مجلس که کارش دعوت کردن مردم نیست که، از این وری هست. بله مجلس بعض وقتا یه کسایی دعوت میکنه بیا درباره یه چیزی شهادت بده، همون آقایی که شرکت کارخونه های سیگار سازی رو سو کرد و برنده شد و اینها، اون الان رفته دنبال این کارخونه هایی که این قرص های اکسیدنت چیه اینا میسازن، بدبخت بچه ها چپ و راست دارن میمیرن از موتا، از مثل هروئین و اینا. در هر صورت دوستان این نشست ها به درد عمه های من میخوره، هر ستاشون هم مردن. این نشست ها به درد مرده ها میخوره. بله حالا من نمیدونم با آقای هروی پول دادن مخارجش دادن اومده، خودش بنده خدا یه ذوقی شوقی پشنی داشته فکر کرده بلکه من برم یه قدم مهمی بردارم اومده، یه جایی یه پولایی میگیرن برای که صورت حساب نشون بدن، 4 نفرم دعوت میکنن آقای عزیزان شما اینو بگیر از آتلانتا بیا، آقای پرچیف از شما از کانادا بیا، آقای کشیش عقب افتاده آبدینی، این کشیش زنش وقتی اون زندان بود اینجا با همه این با همه این فاکس نیوزا، بله مصاحبه، بله این که آزاد شد اومد زنه رو زد، بچه هاش اذیت میکرد، جدا شدن رفت. آدم های بدی هستن بابا جون، و الا یکیشون نمیره خونش رو بفروشه بگه من انقدر به کار خودم مطمئنم که میخوام این پول رو خرج کنم یا برم ایران یا هوملس بشم. یه نفر به من نشون بدی، یه نفر به من نشون بدی، نیست، نداری. بله بله اوکی، اینم از این. و آقای مخمل باف یه نامه نوشته برای آقای رضا پهلوی که آقا شما که حرف از آزادی میزنی اینها، منده زندانی بابای تو بودم وقتی که من 17 سالم بوده، ولی من به اصطلاح نمیخوام اون انتقام و خشونت و اینها را همینجوری داشته باشم. Bad not at your place we now live. Oh, okay. Alright. اجازه بدید من برای یه مهمونی که دعوت کردم، میگه که من میتونم با اسکایپ مهمونت باشم ولی نه بیام اینجا چون الان یه جای دیگه هستم، نزدیک نیستم. گفتم مسئله نیست، ما با اسکایپ هم راحت داریم. بله خیلی ممنون. اون دوستانی که از من احوال آقای یزدان خدا بندلو رو میپرسیدید، منم یه مدتی وقتی فیسبوک ایشون رو نگاه میکردم میدیدم یا بسته شده یا نیستش و اینها، خیلی خوشحالم که میبینم مجددن فعال هستن. اسم آقای یزدان خدا بندلو رو روی گوگل یا روی یوتیوب اگر تایپ کنید، برنامه های زیادی رو در تلویزیون مردم اجرا کردن ولی هیچ وقت اسمی برای برنامه هاشون به اصطلاح نیذاشتن. بله دلار در ایران باز هم کمیاب شد، ادامه افزایش قیمت سکه ها. این خانم فرع دیبا هم اینجا نوشته بودن فرشته ای روی زمین یا زنی فاسد و نابکار. به نظر من یه زن فاسد و نابکاری بود که باعث شد این به اصطلاح آخوندا، البته خود شاه هم خیلی مقصر بود، باعث شد این آخوندا حکومت رو بگیرن. شما میتونی نظرت با من فرق داشته باشه و دشمن هم نباشیم. آقای روزبه فراهانی، من براتون گفتم غیرقانونی رفت ایران، گویا یک نفر رو به کشتن داد، حالا هم رستوران باز کرده و میبینم عکسایی که برای ما میفرسته که واین تیستینگ دیس ویکند، واین تیستینگ دات ویکند، و موفق باشه. ای کاش آقای سازگارام یه ساندویچ فروشی باز کرده بود، آقای قدزادم یه رستوران باز کرده بود، آقای بنی‌صدر هم یک کتابخونه کتاب فروشی باز کرده بود، آقای خمینی هم یه مسجد باز کرده بود یا تو عراق یا توی فرانسه، و میموندن پای محل بیزینسشون. من میگم این بیزینس ها گفت چی؟ بشر با پای خود با دست خود زنجیر میبافد و آن زنجیر را بر پای خود، این آقای دکتر میری گفته اگه اشتباه نکنم. بله خیلی ممنون از دوستان. دوستان این هی درود ورود شهامت اینا فایده نداره، بیمایه فتیره. اگر حرفی که من میزنم حرف دل شما، خب این تلویزیون حمایت کنید،
این بلنگو رو به اصطلاح من بلنگو رو دست میگیرم، یعنی خودم پاره میکنم، شما اقلا یه ماهی دو تا باتری بخری بذاری توش. بارها گفتیم این ماشین رو ما یه زمانی پول داشتیم خریدیم، راننده بسیار خوبی هم هستم، میام آقا شما رو سوار میکنم میرسونم به مقصد. خب به قول دوستان لوتی رفیق با معرفت داداش، خب تام یه روز بگو آقا این 5 تومنم بگی یه چلو کبابی بخور، این 2 تومنم بگی یه بنزین بریز تو ماشینت. چرا ما هی سوار میشیم آقا قربونت جونم فدا قربونت برم، سوربی هم روش نمیاد بگه آقا بنزین ندارم پولم ندارم، میری اون ورته بنزین تموم میکنه، بعد فوش خوار مادر بهتون میده، میگه اگه فلانی رو سوار نکرده بودم رسید بودم به مقصد، اگه وای نزد بودم بهش اینقدر پولیتیکلی حرف بزنم رسید بودم به مقصد. البته سوربی غلط میکنه فوش خوار مادر بده، میخواست نکنه مگه مجبوره. خب اینم از این. بله حالا دفعه قبل که آقای سینا دبستانی رفت و آقای کلایه رفت و آقای پرچی رفت و آقای آبدینی رفت و آقای عزیزان رفت و یه چند تای دیگه هم رفتن، چه اتفاقی افتاد و گفت که تو به تنهایی میخوایی نمیدونم چی کار کنی، یه شعر خیلی قشنگیه. اینم از حالا یه ماجرای من به شما نشون بدم، خیلی جالبه این چیزایی رو که من سالها گفتم، بعضیا حالا والا نمیدونم اونا هم دوزاریشون حالا افتاده یا برنامه ما رو نگاه میکنن هی این ور و ور میذارن، یا آقای اومده با این سیبیل قلابی، حالا احتمالا این عینکش هم قلابیه، کلاش هم خب یعنی اینجوری خواسته قیافش رو عوض کنه. اولا ایشون یک کمی لکنت زبون نه، من خودم تا مدت ها به مثلا یک قرون میگفتم یک گرون یا هم چیزی نمیتونستم، بعد مثلا میبینی بچه مثلا با 3 سالگی بتونه ره رو بگه قه رو بگه دال رو بگه، بعضی هم نمیتونه. این دوست ما فکر کنم ره رو نمیتونه بگه، حالا خودتون با هم نگاه کنین بعد ببینید چیه. گویا خیلی فشار بهش اومده که رضا پهلوی، بعضیا گفتن که زنده باد رضا شاه یا نمیدونم، خودتون گوش کنین و نظرتون درباره افرادی که مثل این آقا میخواد حرفی بزنه ولی قیافش رو عوض میکنه که نشناسنش، نظرتون درباره ایشون چیه؟ زیرش نوشته شاه بیوزه ایران را دست آخوندا سپرد، سهم خود را زیر بغل زد فرار کرد. حوریه قرداغی. هفته پیش یه دفعه خبری اومد که سیدنی مرده، یکی دو تا از این روزنامه ها نوشتن. البته این مردی که مرده متحرکه، این بودنش هم فایده نداره، ولی مسئله اینه که این 40 سال میدان آزمودیم، از اصولگراش تا اصلاح طلبش، هیچ کدومشون هیچ کوی نبودن و هیچ کاری برای مردم نکردن. از اون ور هنوز خبری نشده از بیرون اپوزیسیان کی پیدا شده؟ پسر شاه. آخه بابا تو بابات گریه کنون از این مملکت رفت بیرون، ملت اون ببین چه خبر بود، تو بهترین نفراتت گذاشتی و رفتی، یعنی بی معرفت نیامدی وایسی بگی آقا من میرم ولی ارتش منو دست نزنی، مثل مصر و اینا شما نگاه کن ارتشش دست نخورده، بخچه به بغل ده برو که در رفتی، یه مش افسر بدبختم گذاشت جلوی توپ آخوند جاکش، برای اینکه خودش از کون آخوند میخور. رئیس دفتر شهبانو کی بود؟ حسین نصر. خب بسیار عالی، شما متوجه شدید اینشون یه جورایی مثل که ره رو نمیتونه بگه، در یفرف در هر صورت. خب این همون چیزی که من میگم دیگه، حداقل من به اندازه شما فوش نمیدم، شما از فوش دادن یه چند قدم از ما زدی جلوتر. یه برنامه ای من داشتم نوشتم که چرا ما ایرانی ها با گزافه گفتن و دروغ گفتن کاری میکنیم که اگر یه وقتی حرف حقیقت هم بزنیم کسی باور نمیکنه. خانم نیر قربانی ایروانی نوشتن که جناب سوربی روز شما خوش، دروغگویی را از رهبرشان یاد گرفتن و تقیه میکنن. میدونی که آقای خمینی دروغای بسیاری گفت و گفت که ما تقیه کردیم، حرف شما درست. ولی من برای ایشون نوشتم که
خواهر عزیزم، ما قبل از خمینی و قبل از شاه و اینا مثل که تو تاریخ نوشتن دروغگوهای خوبی بودیم، و الا داریوش و زرتشت و کوروش مگر چرم داشتن بگه خدایا این ملت از خشکسالی و دروغ، یعنی دروغ در حد خشکسالی به ما ضرر میزده. ایشون لطف کرده نوشته و برای همین بود که داریوش بزرگ از اهورمزدا تقاضا کرد که ایران از دروغ و خشکسالی و دشمن حفظ کند. خب کاکا جون، اگه شما اینو میگی با اون گفته بعدیت که جور نیست، که شما یه جوری میگی که انگار ما همه آدمای عالی خوب هنر نزد ایرانیان است و بس، دروغ نگفتن درستکاری همه تا 21 بهمن بودیم، 21 بهمن شب که شد 22 بهمن همه شدیم مش مادر قهوه پدر سوخته دروغگو. آخه نمیشه عزیز من، نمیشه. 57 سال شاه شما پدرش مردم رو به جایی رسوند که به این دروغگوها اطمینان کردن. اینجایی که عکس اینا اینجا نبود، طرف گفت آقا خمینی سال 57-56 اقلا اگه عکسش نبود به مردم گفت عکس ما تو کره ما هست. اینا که همون کاری کردن، دیدی که وقت عکس مثل سیاه قلم یا سیلویت میذاری مثل اینکه تو کره ما هست. طرف اومده صفحه‌ای که میخواد معرفی کنه به مردم که این آقا کیه، این آقای دکتر جوان کیه، این کیه، این کیه، یه عکس نگذاشتن. آخه این بی احترامی به مردمی نیست که شما بهش میگین. حالا وقتی هم میگه که بیاین به ما به پیوندید، گفتم اولین چیزی که گذاشته این پیپلمونه، اینم بانک اکانتمون. ماجرای بانک اکانت بهتون گفتم. هی دوستان من گفتم آی سوربی، این چرا همه تلویزیون اون زیر مینویسه شماره بانک شما نمینویسی؟ ما یه روز اومدیم گفتم بابا چی کمتر از اونا دارید، بفرما این شماره رو گذاشتین. یه نفرم نوشت که آقا من یه کمک کوچیکی کردم و اینها. اون موقع فوری نمیرفتیم رو اینترنت نگاه کنیم، یا من بلد نبودم یا من هنوز این کار نکردم. بلند شدیم رفتیم بانک و این خانمه اسپانیش هم ما رو میشناسه و یه مبلغی برای ما اومده از اروپا، شما حساب ما رو چک کن. خانمه نگاه کرد گفت بله بله آقای سوربی، 16 دلار براتون اومده. یه پولی بوده تبدیل شده به دلار، شده 16 دلار. گفتیم خب بازم کاچی بعضی چیه، هرچی از دوست رسد نیکوست. گفت ولی 18 دلار بانک چارجت میکنه. گفتیم برای چی؟ گفت برای که اونا به صورت وایر فرستادن و شما به عنوان گیرنده این وایر یادتونه سیم برق تو ایران هم میگفتیم وایر، حالا برق میگیرتت. خلاصه ما این اکانتو گذاشتن 2 دلار هم از دست دادیم، 16 دلار ریختن به حسابمون. اون بنده خودم یه پولی داده بود برای هزینه، اینجا 18 دلار از ما گرفتن. بهترین چیزی که الان هست پیپل هست. پیپل شما اگه 100 گرم شد اینجا، اگه شما 100 دلار میدی معمولا این 5% 5 دلار شکم میکنه، 95 دلار به ما میده. خیلی سریع هست و خیلی هم خوب. دوستان عزیز ممنونم که شماها اینجا هستید. لطف کنید فیسبوک رو به دیگران هم معرفی کنید. و اما هاوالو بالو آقای پدرام تننازی، این پدرام تننازی هم میاد یه خودی نشون میده میره دوباره به کار زندگی خودش و احتمالاً دوست دخترهای زیاد و سر شلوغه و بعد دوباره 3 ماه دیگه میاد یه سلام میکنه دوباره میره 6 ماه دیگه. این هم از این. من دوستان وقتی میرم یه جایی، خب اگه عیب ایرادی داره میگم، خوبیاش هم میگم. کنسرت گوگوش خیلی منظم، به اصطلاح کنسرت کامل، 9 نفر 10 نفر اینجا فقط شما رو صحنه میبینی، حالا چند نفر مسئول نورن و صدا و پسرش هم کامبیز اومده بود وایساده بود و اینها رو دیگه حالا خدا میدونه. عیبش رو هم میگیم که عیبش اینه که مردم رعایت نمیکنن. شما رفتی کنسرت ببینی، بعد یه نفر که جلو نشسته این تلفنی که میاره بالا، انگار شما از تو تلفن، بذارید مثلا من اینجوری بهتون نشون بدم، فکر کنید شما سوربی رو رفتید سوربی رو ببینید. هلو، بله اینجوری یا اینجوری میشه دیگه، بله میشه تقریبا اینجوری، بس که آها
بیا مثل که شما سوربی رو اینجوری ببینی. خب آقا خانم ما اومدیم کنسرت زنده باشه، حال کنیم، ببینیم شما این میاری جلو ما. یک کاری که این آقای ماهی صفت کمدین ایرانی کرد و من دوست داشتم این بود که توی برنامه‌ای همچین که اومد شروع کنه همه اینا رو آوردن بالا چیز کنن، گفت صبر کن تلفناتونو بذارید تو جیبتون، قبل از اینم که بذارید بذارینش روی وایبریشن یا اصلا خاموشش کنید. امشب اومدید اینجا بخندید لذت ببرید، چیه همینجوری دستتون گرفتین؟ به خودشون هم گفت شما پول دادین اینجا رو ببینید، چرا از توی گفت ما آخر برنامه با دوربینای خوب ضبط شده این برنامه رو یکی یه DVD یکی یه CD به همتون مجانی میدید. چه کوفتی نصیب ما شد که این تلفن‌ها شد دوربین. نه فقط اینجا ما مشکل داریم، من دارم میرم عروسی فیلم برداری میکنم، دوماد و عروس بیچاره $1,000 $2,000 خرج عکس و فیلم برداری کردن، دارم با دوربین فیلم برداری میکنم، یکی میزنه اینجا نگاه میکنم میبینم دوربینشو گذاشته رو شونه من داره عکس میگیره. خب من که نمیتونم به داماد و به عروس بگم اون موقع که دست من لرزید اینجوری شد یه اولاقی از مهمونای شما این کارو کرد. اینه که مجلس رو باید یه جور کنترل کنه. برگردیم به این که خوبش رو میگیم بعدش هم میگیم. من دیروز رفتم برای بار دوم یا سوم بود که نهار خریدم از این فروشگاه حلال افغان توی فیرفکس. حلال بذاری بیم اینجا بینیستم و به تازگی آقای سعید آمده اونجا و مسئول آشپزخونه شده و این آقای سعید سالهای سال خودش رستوراندار بوده، خودش کافتریا داشته و حالا دیگه اومده اینجا. بعض وقتا ملت به این نتیجه میرسن آقا من اگه برای یک کسی کار کنم خیلی بهتره، همونجوری که بهتون گفتم اینا BS دارن PhD دارن فلان دارن، میگه آقا نخواست من یک کار انجام میدم، مسئولیت های دیگه کنار به اصطلاح نصیب دیگران بشه یا هر کسی یک کار میدونه. چلو کباب خوب، نون خوب، خورشت یا قرمه سبزی، فسنجون، اولویه، این چیزهایی که تا حالا خوردم، آش رشته بهش گفتم از تا حالا من به اصطلاح همیشه به خاطر چاق بودن میگفتم این خانم من از بس خوراکای خوب درست کرده داده به من خوردم چاق شدم، از حالا به بعد تو هم شریک جرم هستی. اونم میگه نه آقا بخور نوش جونه، این چیزه به اصطلاح خوراک خوب بخوری بهتر از اینی که به خودت گشنگی بدی و اینها. در صورت امیدوارم که آگهیشون هم بگیریم و به شما نشون بدیم و ببینیم چی میشه. این مجید هم یه چیزی فرستاده، بعد میگی 40 سال پیش عکس خمینی در ما میدن، امروز هم شاه اللهی ها یه چیزایی میبینن، سوزن یا سوزان شیرازی عدد فلان کوهی کوهی شبیه آقای محمد رضا پهلوی. خب ماشاءالله ایشون چون دماغ بزرگی داره هر کوه و هر مجسمه ابوالهولی میشه شبیه ایشون باشه. بله میگه که ببینید دوستان من اینو براتون نشون بدم که یه وقت فکر نکنید من و این مجید تبانی کردیم یه چیزی رو دروغ به شما میگیم. میگه اگر سال 1979 حزب اللهیا این شایعه رو رواج دادن که عکس خمینی در ما هست، ببینید الان هم نوشته کوهی شبیه محمد رضا شاه در شهرستان خاش. ببخشید، این کوه که چشم هر بیننده ای را به خود خیره می کند از زوایای متعدد شبیه به محمد رضا شاه که انگار خوابیده است و مانند یک مجسمه بزرگ خودنمایی می کند. اینم عکس به اصطلاح محمد رضا شاه. این عکس مثل که موقعی بوده که فوت شده یا دیگه اون روزای آخر تو بیمارستان. میگه که نکنید شاه و شاه اللهی ها را مسخره و مضحکه نکنید این حرفا. بعد میگه که فردا خرابش میکنن. یک آقایی نوشته خب شما این کارو میکنید آخوندان فردا میان خرابش میکنن. این همون مشکلیه که بعضی وقتا داستان این دوستی خرس مال کلاس دوم بود.
اون شکارچی بود، یه خرسی هم دوستش بود، خابید و یه مگسی اومد این خرس سنگ و برداشت زد رو صورت اینو، گویا حالا یا کشتش یا دیفورمش کرد. بعد میگن این دوستی خرسه. اینم همینه که حالا یه کوهی توی خاش، چقدر ما ایرانی ها هممون میرفتیم هر سال خاش، یادتونه؟ شبیه شاه. خب حالا هست چیکار بکنیم؟ بله کارمون خیلی خرابه دوستان. ماجرا سر این اصل بزرگ هست که کارمون خیلی خراب. بیان ببینیم که اینجا پتیک این عکسی که گذاشته، بله من این عکسی که گذاشت و این رنگا که اسپری ها که هست کنا، اینه که دیدم یاد سال 1986 که اومدم آمریکا با یه دوست همشهری و داداشمون، ما یه جایی رو کرایه کردیم که به اصطلاح بیزینس بزنیم. میبینید این پتیک رفته دور این چیزه رو کاغذ گذاشته و این ستون رو رنگ زده، اون معلومه اون مانع ها و خطکشی و اینا رو هم رنگ زده. من این اسپری ها که دیدم یادم افتاد یه روز ما اومدیم میخواستیم یه تابلو درست کنیم که روش نوشته بود که ماشین میخریم، ماشین میفروشیم، ترید هم میکنیم. بای سیل ترید، بای یعنی میخریم، سیل یعنی میفروشیم، ترید یعنی عوض دوگز میکنیم، هر چی بگیم. این دوست ما اون بهش میگفتن چی؟ استنسیل، یعنی یه چیزی رو میچسبونی که سوراخ مثلا ای بی هرچی، بعد قرار با رنگ مشکی روی چی. من دیدم که این وقتی میخواد رنگ کنه هی میپره بالا میپره پایین. خدا شاید اینو دروغ نمیگم، بعد گفتم که چرا این کار میکنی؟ گفت که روی این نوشته شیک یعنی تکونش بدید. حالا یک ویدیوی ساختن، یه آقایی میاد قرص به اصطلاح شربت به اصطلاح مریضی رو بده به خانمش، این دوا رو که بهش میده میخوره، خانمه واسه سر خانمش میگیره اینجوری تکون میده. بعد همه میگن چرا این کارو میکنی؟ میگه روی این نوشته که این دوا رو شیکش کنی و این اینجوری میکرد، شریک ما اینجوری میکرد. من حالا از پتیک پرسیدم، گفتم شما هم وقتی رنگ میکنی میپری بالا و میپری پایین، یا اینکه مثل همه دنیا قوطی رو اول شیک میدی؟ که دوستان یادتون باشه این رنگا توی هوای آزاد بیرون شما اجازه نداری رنگ بزنی، چون شما اینجا رنگ میزنی میره خونه همسایه اصلا میگن اوزون و موزون خراب میکنه. البته این مال موقعی بود که قانون داشت آمریکا، EPA بود، اوزون بود، الان دیگه شده اوزون برون. این آقای ترامپ که اومده قانون EPA رو انداخته بیرون و هر کاری دلت میخواد بکن. دوستانی که مخصوصا مجید اون روز به شوخی نشون، نه آقا این ترامپ نبود، چی بود؟ آقا راجع به بالد بودنش، بالاخره بعد از این همه دروغ که گفت، اون دفعه که این هواپیما زد و این پشت سرش رو که اصلا حال آدم به هم میخوره، آدم دلش برای این خانمه میسوزه، بعد از طرفی میگه خب این که تکلیفش معلوم کرده، اصلا گویا اینا پهلو هم زندگی نمیکنن تو آپارتمانه اینقدر بزرگه، اون برای خودش یه قسمت اون یه قسمته. بالاخره ترامپ روز جمعه و پنجشنبه و اینها که اینجا سی پک بود، آمد و خودش، این نه که آدم پوفیوزی هست و خیلی خودشو دوست داره، آدم خودخواهی هست، وقتی که دو صحبت میکنه برای که سالن خیلی بزرگیه، دو تا از این تلویزیون های بزرگ، مانیتور های بزرگ این ور اون ور بود، برگشت گفت که نگاه کنید این آقایی که داره صحبت میکنه چقدر خوش تیپه، بعد نگاه کنید چه موهایی داره، دست زد به موهای خودش، بعد گفت ضمناً من این موهامو همچین به اصطلاح ماهرانه درست میکنم که این بالد یعنی تاس این پیدا نباشه، یعنی دیگه خودش هم اقرار کرده که تاس هست. حالا من نمیدونم این چه زیبایی میبینه تو این موهاش، اصلا یه سری که اومده رئیس جمهور شده میگه برای که من میگفتن این اسپری که میزنن تافت یادتونه میزنن به موهاش، میگفتن اینا دیگه ممنوع شده، و این میگه من با روزی دو تا سه تا از اینا بزنم، صبح از 5 صبح بیدار میشه تا 11 صبح این موها رو از این ور میبره این ور، از این ور میبره این ور، از این ور میبره این ور، تا این پشتش پیدا نباشه. بعدم میخواد بره بالا هواپیما باد میزنه، ببخشید اینم مثل دست نمازه، و یه گوزی موهای این آقا میره بالا. دیدید اونو؟ یا یه بار دیگه بهتون نشون بدم، بذارید یه بار نشون بدم. ترامپ هیر
جوری نیستیم چی گوزد. بله اولا عکساش شما نگاه کنید این با خدا منه. اینجا نشته I try like hell to hide that bald spot. میگی که من خیلی تلاش میکنم که اون بالد اسپات یعنی اون نقطه بال. آقا این نقطه بال نی شما اصلا چلت همش پشتش انگار صورتت رفته پشت بال شده. continue subscribe now اینها ببینید پشتش رو چرخون به مردم و گفت که من خیلی زحمت میکشم که این موامو این پشت که کچل هست به اصطلاح کاور کنم و بپوشونم. حالا خودتون بعدم برید بزنید تو ویدیوها ببینید که چجوری. اینها اینجا نگاه کنید دیوانه واقعا. By the way, what a nice picture that is. Look at that. I'd love to watch that guy speak. داره خودشو میگه ها. میگه من عاشق این هستم که این آقایی که داره صحبت میکنه وایسم نگاش کنم. این خودشیفته نارسیست ها این میشه دیگه. سلفیش خودخواه این از خودخواه میره بالاتر. نارسیست. ببر بالا چرا اینجوری میکنی؟ ببر بالا ها. بعد تو این برنامه یه سری دختر پسر جوان میان از مثلا از همون مزرعه ریگان و اینا هنوز این برنامه سی پک من وقتا اتفاقا میرفتم کار میکردم اونجا ولی دیوونه خونه است. اصلا آدم وقتی میره میاد حالش بد میشه. چقدر اینا از حزب اللهی های ما تون روتر. خب اینجا براتون چیزی ندارم ولی توی برنامه لایف تا دلتون بخواد چی دارم. و میگه حضور بانوان در استادیوم آزادی برای تماشای دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و عراق. امیدوارم آقایون با بی‌تربیتیشون با فوش دادن به داور شیر نمیدونم سماور توی فلان داور فلان اینا کاری نکنن که آخوندا بگن دیدی ما گفتیم زنان نباید بیان. چون الان مثل این که ما مردا که نه غیرت نه شجاعت نه شما شهامت مش ترسو بزدل فقط میشینیم مزخرف میگیم آقا دبیر هیئت نمیدونم فلان رئیس هیئت فلان صاحب برنامه فلان انترپرنور فلان. خانم رفته روی اون سکو وایساد و بعدشم آقای روحانی گفت فلان و بعدم مطهری گفت اصلا ما قانونی برخلاف حجاب نداریم. همینجوری یواش یواش ولی استدی یعنی آهسته گفت رهروان نیست که گه تند و گهی خسته رود. رهروان است که آهسته و پیوسته رود. سربی 20 ساله به رسم شیرازی ها یواش 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 داره میاد ولی میبینی یکی میاد سه تا برنامه میذاره با قولاب کنه بعد چطور بنزینش تموم شد میره. یا داشتیم فواره چون بلند شود سرنگون شود. اینا الان رفتن توی استادیوم جایی که به اصطلاح جیم استادیوم هر چی بهش میگی بسکتبال بازی میکنن و خانما رفتن اونجا. امیدواریم به زودی این مسئله حجابم برداشته بشه و امیدواریم بعدش خانم ها خودشون یک کاری بکنن که خانواده ها نگن ای بابا همون بهتر که آخونده بهتون میگفتن حجاب داشته باشید خودتون قشنگ حجابای یعنی حجاب نه بی حجابی خوب رو داشته باشید نه لخت بودن و اینها. در اصل این هم از این ماشاءالله نگاه کنید یک از یک از هم زیباتر. همتون زنده باشید جوونا. حضور بانوان در استادیوم آزادی برای تماشای دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و عراق. دیگه از این خبر خوشحال کننده تر ما نداشتیم. خب بسیار عالی بسیار عالی. امیدوارم هر روز از این نوع اخبار داشته باشیم. ولی خب بعدش هم این دوستمون اینو میفرسته میگه که نکنه یه وقت بپرسی آقا این مزخرفایی که میگی دلیل چیه ها. ولی اگه پرسیدی خودت کردی به جان خودت مصیبت وارد کردی. ببینید این آخوند احمق یا آخوندهای دیگه چی میگن و مردم دارن چی گوش میدن. اتفاقا امروز به همین دوستمون آقای مجید همشهری خوبمون که هم خوشنود هست و هم انشالله دیگران هم از دستش خوشنود هستن گفتم که آقا شما ببین این شاه چه کار کرد که ملت
به یک هم اون مرده که میاد فوش میده با سیبیل و اینا درست میگه، میگه آقای رضا پهلوی خجالت بکش ببین بابای تو چی کار کرد که مردم از دست اون به این آخوندهای شپشو دروغگو رو آوردن. بشنوید دوستان این آخونده رو بیشتر بشناسید. گوجه فرنگی خوردن حرامه، ارزان بود. حالا جالبه که علت شن میگه، میگه شما گوجه رو از وسط ببر نگاه میکنی تو شکل صلیبه، پس خوردنش حرامه. چشمای خودم دیدم تو خیبر نشست وسط جاده، آرپیجی رو گذاشت روی دوشش با تانگ دوئل بازی کنه. تانگا تانک ببینه تانگه زودتر میزنه یا ای زودتر میزنه. خیلی جیگر میخواد. از اینا چند تا آماده کردیم برای امام زمان؟ از خاکریز اومد بالا، این صحنه رو توی تلویزیون دیدی، از خاکریز اومد بالا آرپیجی رو گذاشت دوید به سمت تانگه، این نشست بزنه تانگه رو، تانگه زودتر اینو زد ها. اینا خیلی جیگر میخواد ها. کسانی که قرار خودشونو برای رزمندگی امام زمان آماده کنن، تیر مستقیم میاد قناسه میخوره به پیشانی نفر جلویی، نفر پشتری نباید پاش بلرزه. زمان حدود 6 میلیون مدیر میخواد. یه عدد 313 آیت الله العظمى بهاءالدینی فرمودن امام زمان 313 تا مثل حضرت امام میخواد که هر کدومشو در رأس یک مملکت بگذاره. امام زمان مدیر میخواد تو بخشای مختلف، 200 تا کشور تو دنیا میخواد اداره کنه، از شماها میخواد استفاده کنه. قهوه حرام است، کلاه قیفی حرام است، مثل نوع قذاقی بوده. بله. چاپ قرآن در چاپخانه حرام است. خیلی خوب، اگر دختر و پسر از شیر یک گوسفند یا یک گاو، بعضی هم اضافه کردن با یک الاغ مثلا شیر اصل بخورن، بر یک دیگر چی میشن؟ حرام میشن. و ازدواجشون حرام شده و برادر و خواهر شیری میشوند. اگر مثلا اصلی یا الاغی شیر داشته باشه، بچه داشته باشه، درست؟ کسی از اون بخوره با جواز دکتر یا بیماری، میدونی که یکی از داروهای آسم بعضی از بیماری های سینه توسط شیر الاغ است، مخصوصا الاغ خوب میشه. حالا رفته خورده، آقایان فتوا دادن این اگر دو نفر باشن یکدیگر چی میشن؟ برادر یا برادر خواهر. خب نسبت به این بچه خود الاغ چی میشن؟ بحث استفتا کردن دیگه. کنید لباس سیاه حرام است، خروج زن از خانه حرام است، رفتن زن به قبرستان حرام، رانندگی با پا هست و با دست، داری چشمان که داری بر نه، دست و پای زنه، دست و پای مرد، جنسیت در تعویض، بله جنسیت در تعویض دنده، حالا خودکار باشه چی؟ نه، پایی که گاز میداد جنسیت تأثیر داره. و امام حسین علیه السلام حکومتش اولین حکومت بعد از حکومت جهانی امام حسین، امام زمانه، حکومت امام زمان 309 ساله، از روزی که ظهور فرمودن 309 ساله تمام دوران حکومت حضرت، به تعداد سالهایی که اصحاب غار در غار بودن. بعد از ایشان دوران حکومت جهانی آقای امام حسین، بعد از امام حسین دوران حکومت آقا امیرالمومنین به مدت 44,000 سال و بعد از ایشان رجعت بقیه امامان. خوشتون اومد دوستان. 44,000 سال آقای امام علی میاد. خب دوستمون میگه که اگر سن واقعیشون را بنویسن اکنون سنشان از 100 بالا میره. منظورتون کیه؟ بها میگه که خوب گفتی، سازگارا باطبی، نیکاهن کوثر و هزاران عاشق گرین کارت. بعد راجب بابک هروی هم نوشتن که بابک یه مقداری عصبانیه، ایشان من را از فیسبوک خودش اخراج کرده، یه کمی هم عصبانی است. خب اب نداره، خود منم عصبانی میشم بعضی ها رو چپ و راست اخراج میکنم و این حسن فیسبوکه، به جایی که ما هم از این ور فوش بدیم اینجوری. ولی بذارید یه نوشته رو یه دوستمون برای من فرستاده برای شما بخونم که
خیلی جالبه، فقط اگه بتونم پیداش کنم. بله آن من یک بعض وقتا یه چیزایی میاد میرم نگاه میکنم، بعد برای اون طرف مینویسم که اگه مایل باشید مهمان برنامه ما باشید. بعد از ماها یه دوستی لطف کرده یه شماره تلفنی برای من فرستاده، آقا این شماره تلفن نیما باهاش تماس بگید. من میگم نیما کیه؟ گفت نیما چهرزاد، شما خواستی باهاش مصاحبه کنی؟ بهش گفتم قربونت برم، من صبحونه یادم نیست چی خوردم. بعد یکم فکر کردم گفتم آهان یادم اومد صبحونه این مثلا نون کره و مربا خوردم، ولی نهار یادم نیست. بعد گفتم اه خوب شد نهار نخوردم، حالا یادم افتاد میرم نهار میخورم. من یادم نمیاد برای کی چی نوشتم. بعد ضمناً من برای اون نوشتم، بذارید اون جواب بده، اگه اون جواب نمیده بره به سلامت. این آقای شعر بسیار قشنگی در رابطه با پناهنده ها خونده، ولی اونم مثل همین که آقا ما رو تبعید کردن اینجا، یه چیزایش غلطه. مثلا میگه ما برای اینکه زندگی خوب و خوشی داشته باشیم پناهنده ها اومدیم. نه عزیز من، کسی که پناهنده هست تو اون حالت برزخ دنبال این نیست که مثلا بیاد آلمان بره فوسگنگر شب بره کافی بخوره، دنبال اینه که از زیر توپ و تانک و نمیدونم بمب و فشفشه و نمیدونم سم صدام در بیاد، از زیر چیزای بشار اسد، از زیر چیزای خمینی، از چیز نمیدونم پاسدارا و اینا در بیاد. این متاسفانه اشکال شعر و شاعری اینه که بعضی وقتا برای که قافیه جور در بیاد میگن شاعر به چی میاد؟ به جفنگ میاد. و بعد البته میگه که فکر نکنید اینجا هم که شما میای همین مکافات ها هست فلان اینها. و این من به خاطر این میخواستم باهاش صحبت کنم که دیگه حالا گذشت، چون وقتی یه نواری میاد تو فیسبوک میچرخه همون یه هفته اول هست، چون اینم بهتون گفتم اینم مثل فواره است، میره بالا میاد پایین دیگه فایده نداره. کاکو سوربی سلام دادا، مگه شما اصفهانی هستی؟ من نمیدونستم تا حالا. دادا ما یه حرفی زدیم برای خودمون و شما کار و دردسر درست کردیم. همانطوری که عرض کردم پس از کلی تحقیقات که برایم تازگی داشت 5 تا فایل صوتی آماده کردم با کلی اسلاید شو. پس از درست کردن 20 دقیقه برنامه به جای 5 تا 10 دقیقه که قول داده بودم، هنوز به نیمی از مطالب مطرح شده هم نپرداخته بودم که گفتم اونا رو بیخیال، بگذار حداقل مطلب طرح شده را به جای برسانم. و پس از اصلاح چند تا پتوپق و مکس های طولانی در هر کدام متوجه شدم که در اولین فایل صوتی جمله‌ای وجود داره که اصلا دقیق نیست و اشتباه داره. با درست کردن آن باز دوباره کل فایل ها صوتی به هم ریخت و روز از نو روزی از نو. حالا شما میفهمید که ما میگیم هر روز این کاغذهای ما اضافه میشه، هی مینویسیم هی میمونه هی نخونده میره اونجا، چون اگه بخوام برگردیم اینا رو ادیت کنیم کرکت کنیم، شاید یکی از دلایلی که ما میتونیم از این معرکه جون سالم به در ببریم همینه که برنامه زنده است و میگیم، و اگه یه چیزی غلط شد میگیم ببخشید درست میشه میره. ولی شما وقتی ضبط میکنی میخوای بفرسی، اگه یه چیز غلط شد میگی بذار برم برش گردونم، بعد میری کاتش میکنی، بعد میبینی صدا بالا پای میشه، هزار گفت چی؟ ابر و باد و مه و طوفان و فلک و سربی و مردم تیوی و نمیدونم دشمنان در کارن تا تو نانی به کفاری و به قفلت نخوری. اگه خواستی یه وقت من میتونم از اینجا بهت زنگ بزنم نظرتو درباره اون قرآن و اینها بپرسم. خلاصه بگم بعد از کلی کار متوجه شدم که حتی اگر با نیم ساعت برنامه هم جواب بعضی حرفا رو بدم، این جواب دادن ها نهایتا جز به مشاجرات لفظی بی حاصل راه به جایی نخواهد برد که از هدف اصلی من و شما خیلی دوره. تلویزیون مردم و برنامه های شما محل نزاع و جای درگیری های عقیدتی نیست. و یکی از شنوندگان هم اشاره‌ای به این مطلب داشت، برنامه هاش خیلی ارزنده تر از این حرف هاست، اقلا اون یکی رو خرابش نکنیم شاید بهتر باشه. از آنجا که اطلاعات من
هنگام نوشتن در حد یکی دو صفحه بیشتر نبود، گفتم همان اسلاید ها را در جایی که نوت هایم را نگهداری می کنم بگذارم، خیلی کوتاه‌تر و مفیدتره و اگه کسی دوست داشت می تواند از همانجا موضوع را تعقیب کنه. اینطوری مطلب هم برای مراجعه در آینده و توسط آیندگان ماندگار میشه و تلویزیون مردم هم مردمی باقی میمونه. ایشون یه مطلبی گذاشته به نام کدام قرآن، روایت ورش یا حفظ، این اسمایی که اون روز دوستمون درباره قرآن و اینها صحبت کرد و این دوست ما گفت که نه، قرآن ها همشون در آخر یه معنی و مفهوم میدن، ولی حالا بعد از کلی وقت گذاشتن به این نتیجه رسیدی که اصلا این بحث رو ول کنه و ولی تلویزیون مردم جای بحث و گفتگو بوده و هست. ولی شما راست میگی، مثلا ما آقای عزیزان آوردیم با آقای کیه این خدایا چی چی جو، بعد یک به من میگه آقا شما به این بیشتر وقت دادی، آوردم وقتا رو گذاشتم، گفتم نگاه کن من هر دفعه به تو بیشتر وقت دادم. آقای مصطفی زاده با آقای حسن اجلالی باز دوتاشون از من دلخور که آقا شما نذاشتی من صحبت کنم. ما دیدیم که اصلا این بحث مناظره فایده نداره، هر کسی به تنهایی حرف خودش رو بزنه، قصه خودش رو بگه. مثل دادگاه، دیدی دادگاه قاضی که بیننده هست میشینه اونجا، من میام میگم آقا این اومد حواسش به تلفن بود زد به من، شما هیچی نمیگی، من میرم میشینم شما میای اونجا. این من میرم میشینم اینه، برنامه من که تموم شد برنامه شما شروع میشه، برنامه شما که تموم شد آقای ارشاد شد. آه یه خانمی راجبه این خانمه به احتمال زیاد بهایی نیست و با این کارش میخواد به بهایی ها ضربه بزنه، به همین خاطر من صداشو پخش نمی کنم. ولی میخواستم یه قسمتی که میگه برو برو، کی برنامه های شما رو نگاه میکنه، مگه ما اولاقیم که نگاه کنی؟ خودت خوب داری نگاه میکنی خره، خودت نگاه میکنی که پیام میذاری هر وقت حسن ارشاد برنامه میذاره شما نگاه میکنی و میای فوش میدی، و چه فوشایی که اگه اینجوری باشه این دوستان بهایی باید کلاس اخلاق هفتگی رو تعطیل کنن و از نو به قول معروف یک بازنگری داشته باشن. در هر صورت اون یه تیک پیام رو ممکنه براتون چهارشنبه پخش کنم که این خانم میگه که مگر اینکه علاقا نگاه کنن، بعد خودش نگاه کرده که اینو گفته. من نمیدونم این عصبانی که آدم میشه به خودشم بعضی وقتا فوش میده و یک کاری میکنه که به اصطلاح اون طرف مقابل ازش چی میگیره بگید دیگه، وقتی که یه چیزی میگی به ضرر خودت استفاده میشه. بماند مریم شریعت مداری به طور جدی به دنبال شکایت از پلیسی است که او را از بالای پست برق پرتاب کرده، اما امکان شکایت را به او نمیدهند. به نظر میرسد میخواهند آثار ضرب و شتم و جراحت از میان برود. ممنوع الملاقات است و به شدت نگران مادرش. ببینید از این ور میگه ممنوع الملاقات، نگران مادرشه، ولی این خانم ژیلا بنی یعقوب این میدونه که چه خبره. دوستان تو همین دولت آمریکا پلیس میاد میره یه دختری رو، دختر 13 ساله رو میخواد بگیره، مردی که قولک پدر سوخته این دختره رو میندازه زمین. حالا شانس آورده رو چمن و کنار درخت ها این مالچ و اینا چوب خورده های مال درخت اینا دستبند و پاشو میذاره زانوشو میذاره. این کاری که کردن خیلی قشنگ بود، شاید اصلا امروز که میتونن برن بسکتبال ببینن به خاطر همون دختر انقلاب، خیابون انقلاب و اینا. ولی آقا خانم وقتی این میاد میبره میگیره میبرتش، شما نمیتونی از یه حکومت دیکتاتوری که 40 ساله داره زور میگه که این حکومت دیکتاتوری نتیجه حکومت دیکتاتوری پهلویه و اون دیکتاتوری پهلوی نتیجه دیکتاتوری قاجاره و اون دیکتاتوری قاجار نتیجه دیکتاتوری کوفت زهر ماره، از اون یه دفعه بخوای بشه دولت سوئد، بشه دولت سوئیس. حالا همین دولت سوئد و دولت سوئیس شما بزنید ببینید که ابیوز کردن قدرت چقدره، یعنی اونی که پلیسه چجوری از قدرتش استفاده میکنه. گاهی وقتا برای که میترسن از خودشون و
و بله وقتی به یه خانمه بگن بیا پایین، نمیاد پایین، میگیرن میندازنش پایین. دخترها معمولا ظریف‌تر از آقایون هستن، بنده خدا دستی پای چیزی زخمی میشه، بخوره این ورور سیاه میشه. کسی که این کارا رو میکنه نمیتونه بره به مادرش بگه که من میرم تظاهرات ساعت 1:45 دم میام، شما نهار حاضر کن، اگه نیومدم نگران باش. یعنی والا نمیدونم، شاید اینجوری شده. دوستان عزیز همینقدر دشمن بسته برای امروز، بریم سراغ روزای دیگه. تظاهرات ضد حکومتی فرصتی برای روحانی. یه 15 دقیقه بریم یا تعطیل کنیم معرکه رو؟ بله، تظاهرات ضد حکومتی فرصتی برای روحانی. ببینیم چه فرصتی برای روحانی. و اینایی که روحانی رو جدا از حکومت میدونن به نظر من یک کمی دارن راه خطا میرن. نمیدونم والا چی بگیم. از نامه سرگشاده محسن مخملباف به رضا پهلوی، ولی اینجا بخونیم. روزنامه واشنگتن پست میگه در تحلیلی پیرامون، بذارید براتون صفحه رو نشون بدم، کامرای دو، یک لحظه، سلیکت ایریا، بله، میگه که در تحلیلی پیرامون تحولات اخیر در صحنه سیاسی اجتماعی ایران می‌نویسد که گسترده ترین نمایش اعتراضات مردم ایران علیه حاکمان خود در ماه‌های اخیر از دید حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران فرصتی برای پیشبرد اصلاحات مورد نظر دولت او فراهم آورده است. روحانی سعی کرده تا از خشم مردم ایران نسبت به نابسامانی‌های اقتصادی و سیاسی کشور مانند اهرمی برای جا انداختن برنامه‌های دولت خود استفاده کند. یعنی آقای روحانی خوبه؟ قبولش کنیم؟ چش. خب ببینیم دیگه چی داری شما. و اما upcoming نوروز ایونت. بله دوستان، اگه میخواین یک کاغذ قلم بردارید یا قلم و کاغذ بردارید بنویسید تحویل سال 1397 به وقت نیویورک، واشنگتن، نیوجرسی، شرق آمریکا، سه‌شنبه 20 مارچ 2018 ساعت 12:15 بعد از ظهر. یعنی 15 دقیقه بعد از ظهر دیگه 12. این ماجرای 12 بعد از ظهر رو اینا هم من همیشه گفتم اشکال داره، چون ساعت از 1 صبح که شروع میشه ظهر، یا باید بگیم 12 ظهر، یا این هنوز 12 صبحه. بعد از ظهر که شروع میشه 1 بعد از ظهر، به 11 که میرسیم 11 بعد از ظهر، بعد میشه 12 بعد از ظهر. ولی چون دیگه از قدیم همه اشتباه گفتن، اینجا هم حتی اشتباه گفتن و نوشتن، دیگه ما هم هیچ کاری نداریم، ولش میکنیم، همینجوری غلط مصطلح شده. اینم از این. و اما یه وایس میلی ما داریم که این وایس میل جایزه کوتاه‌ترین پیام رو به اصطلاح به خودش اختصاص داد. فکر کنم 4 ثانیه است و احتمالاً این دوستمون یا داشته حرف میزده، راه رفته، قطع شده، یا نمیدونم. 4 ثانیه دوستان گوش کنید. سلام، شاد بیستان بیستان. دوست عزیز که از 46 مال سوئد نه، از اونجا زنگ زدی، پیامی که من گرفتم همین بود. یه بار دیگه میذارم ببین شما اگر صدای خودت رو میشناسی، این چیزیه که من اینجا گرفتم. دوباره پیام بذار گوش کنید. سلام، شاد گرفتم، سپاس. سلامش و سپاس شما فهمیدیم. و اما وضع آمریکا یکدم خرابه. ببینیم چجوری خرابه. البته بعضی ها میگن خیلی هم خوبه، درسته. این بله، این فیلم جالبیه دوستان، مخصوصا در رابطه با این کشتار مدارس و اینها. ببینید که آمریکا چجوری وضعش خرابه واقعا و چجوری جایی نگرانی داره. البته گفتم دیشب با دوستی که صحبت میکردیم، اون همش تعریف میکرد و من تعجب کردم که یک آقای اینجوری. البته خب ایشون چون تو وزارت دفاع کار میکنه، شاید چی بگم والا. ببینید دوستان، این بچه هنرپیشه است، چون سنش کمه با مادرش به اصطلاح قرارداد بستن، این میاد
هنرپیشه نقش بازی میکنه. ببینید نقشش چیه. Ride with Jack, a 13-year-old boy from Virginia, who just got his braces off and usually spends Saturday morning playing basketball with his friends. But he's also a young actor. And today, we hired him to help us make a point. We asked him to take a drive around town. With his mother, of course, since he's not nearly old enough to drive a car. We pass shops where he isn't old enough to work the register. Then we stop at the convenience store to see Jack try to buy beer. The cashier can't believe he even tried. At the next store, Jack tries to buy cigarettes, with no luck. Later, he strikes out trying to buy Racy magazine. All right, okay, thank you. And then lottery tickets. Can I get a couple of scratch-offs? How old are you? You got your ID? 13. You what? I'm 13. You can't get no scratch-off, babe. Okay. All right, thank you. It's laughable to everyone here, the idea that we'd ever expose a 13-year-old to the dangers of a lottery ticket. But then we arrive here, at the gun show. It should shoot pretty good for you. I'll take it. Within minutes, the 13-year-old easily and legally bought a .22 caliber rifle from a private seller and walked away with it. بله دیدید دوستان، میره سیگار بخره نمیدن بهش، میره بلیط بخت آزمایی بخره بهش نمیدن، میگن سنت قانونی نیست، ولی میره تو این شوایی که اسلحه میفروشن اسلحه میگیره و میاد. و اما افشاگری وزیر سابق اطلاعات درباره خانم زهرا کاظمی که میگه این سرش خورده به سیمان و ما به این آقا گفتیم که بابا این جاسوس نیست، ولی اون مرده که دیوونه کی بود، این از این. ولی آقای بها ابهری اینجا نوشته که بمب شیمیایی اسد حتما باید تکذیبیه یکی از مقامات ارشد آمریکا را برای برنامه خدمتتان بفرستم. آمریکا دو سه بار برای همان مزدوران یونیفرم عوض کرده، اسم سازمان عوض کرده و ولی باز هم اگر حمایت هواییشون نکنه یک هفتهی جارو میشن و به همان دلیل متوسل به آتش بسی میخواد بشه که بتونه اونا را دوباره سازماندهی کنه. تبلیغات اصلی جهانی هم دست هموناست و در جامعه خبر فارسی زبان سابقا ایرانی هم دریافت کنندگان بودجه های خود و اقمارش در منطقه. خب ببین دوست عزیز، این همون چیزیه که ما میگیم حالا شما بحث سر قرآن رو ول کن، شمایی که بیشتر میدونی. من خودم اینجا رفتم یه منزل یکی از دوستامون، یکی از همکاراش و همسرش که اومدن اونجا مال سوریه بودن و این همین حرف شما رو میزد، میگو اینا دروغ میگن. آقای جان مکین که میره اونجا با این تروریستا عکس میگیره، میگه اینا رو یه روز نیروهای اسد معرفی میکنن، یه روز نیروهای ضد اسد معرفی میکنن، یه روز نیروهای آزادی بخش معرفی میکنن. همه اینا رو ما میدونیم، ولی همه رو من توی یه روز نمیتونم بگم. چرا؟ اون چیزی که آمده و دیدم من میام میگم، اون چیزی که شما میدونی شما باید بیاد بگی، مردم قضاوت میکنن. باز برمیگردیم به سیستم دادگاه. دادگاه آمریکا حالا هیئت منصفه داره به درک، ولی همه دادگاه ها اینجوریه، یه قاضی نشسته اونجا که این مردم هم. شما و من میان طرفای ماجرا رو میگیم. از نظر من این بشار اسد یه آدم عقب افتاده ایه. اگه عقب افتاده نبود، کسی که دکتر چشمه، کسی که زنش اونجوری لباس میپوشه، دیدید اون باد هواپیما اون وقت موهای ترامپ رو برد هوا، یه دفعه دامن زن بشار اسد رو برد هوا، شورتش رو اینا پیدا میشه. کسی که اینجوریه، آقا این مملکت بابا اصلا اینا بابای تو هم مثل شاه خرابش کرد. چه رئیس جمهوری مردی که از بابات به تو رسیده، بندازیم دور اینا رو، مملکت ها بندازیم تو آشغال. ولی اینا این پاور قلابی که دارن چسبیدن بهش. حالا کی درست میگه من اونجا نیستم نمیدونم، ولی راجع به عراق هم همینو گفتن. گفتن آقا هی میگه این عراق داره شیمیایی استفاده میکنه. آقای رامسفیلد شما از کجا میدونید که این بمب شیمیایی داره؟ گفت آقا اینها خودمون رسیدار رو دادیم که بهشون دادیم دیگه، خودمون فروختیم بهشون، اینا رسیداش این هست. میدونم درستم، ممنونم. همینم که شما میای اینجا میگی باز ممنونم. افشاگری وزیر سابق
اون خانم زهرا کاظمی. متاسفانه پسر خانم زهرا کاظمی هم ساکت شد. به نظر من یه پولی دادن به ایشون ساکتش کردن و توی دنیا این رسم هست وقتی دولتی یه جرمی انجام میده اون خانواده شکایت میکنن، یه پولی میگیرن، در قبال اون پول امضا میدن که ما دیگه حرف نمیزنیم، یعنی پول رو شما چپوندی تو دهن ما رو خفه کردی. وزیر پیشین اطلاعات فاش کرد که زهرا کاظمی به تشخیص وزارت اطلاعات دولت اصلاحات جاسوس شناخته نشد، اما اصرار سعید مرتضوی بر جاسوسی او نهایتاً مرگ این شهروند ایرانی کانادایی را رقم زد. گفته که همون که گفتم، گفته این سرش خورده تو این کشمکشا به کنار جاده، به اصطلاح به این سیمانای کنار جاده و کشته شده، ولی خبرهای زیادی در این باره بود. اگر هستید برید، اگر به اصطلاح بیشتر تمایل دارید بدونید برید خودتون مطالعه کنید. کاکو جون صبح بخیر، شاید این مطلب جالب باشه. سد اورویل که در شمال کالیفرنیا قرار دارد، فوریه پارسال به علت باران‌های شدید قسمتی از محل تخلیه آب آسیب دید. شرکت کایویت با 275 میلیون دلار برنده مناقصه شد. بعد از 8 ماه و نیم قسمت اول با 500 میلیون دلار. ببین قرار داده 275 بوده. تو دولت ها بخور بخوره، نگاه کنید تو آمریکا، تو کالیفرنیا که اصلا لیبرال ترین منطقه است، با 500 میلیون دلار تمام شد، تازه نصفش. اما اداره آب و برق میگوید قیمت کمی هم بالاتر خواهد رفت. فاز دوم تعمیرات در بهار امسال شروع خواهد شد. چقدر این موضوع برایم آشناست. اگر کمی بیشتر دسترسی داشتم حتما به ترامپ هم میرسیدیم. پتیک، ممنونم پتیک جان. من اینجا یه مقداری تو این کارهای راهسازی و ساختمون و اینها واردم که وقتی که مناقصه میذارن میان میگن مثلا ما این جاده رو میخوایم پهنش کنیم، بعد هر کسی میاد قرارداد میده. یه عده این نقطه ضعف دولت رو یاد گرفتن، مثل این که شما زنگ بزنی به یه نفر بگی من میخوام سقف خونم رو عوض کنم، اون میاد میگه شینگل و 16000 دلار مثلا، ولی به شما میگه که ببین من که چوبای زیرش رو نمیدونم، اونو بعدن اضافه میکنم. این کلک اونا، اونو بعدن اضافه میکنم یا چنج اوردر بزرگترین درآمد این شرکت ها هست. و خیلی کسا هستن دلسوزانه میشینن میگن آقا این شرکته اصلا کارش همیشه همینه که قیمت اولیه رو پایین میده، همچین که پاشو گذاشت تو، اون وقت این چنج اوردر ها پدرمونو در میاره و چون شما قرارداد داریم با این دیگه نمیتونی چنج اوردر ها رو بدی به یکی دیگه. حالا متوجه شدی چرا این شرکتی که طبق قرارداد خودش گفته 275 میلیون دلار تا حالا 500 میلیون دلار گرفته، تازه میگه بازم دنباله داره. دوستان عزیز، گفت به هر کجا که روی آسمان همین شکل است. رقص طبیعت موجودات است. بله این رقص برای اونایی که زبون ندارن اینها، و نمیدونم چرا انسان هنوزم میرقصه، تبدیلش کرده به یه حرکتی برای شادی و اینها، ولی میبینیم که توی پرنده ها و این چیزا برای پیدا کردن زوج خودشون، برای عشق‌بازی اینها از رقص استفاده میکنن. بذار ببینم من اینجا چیزی میبینم که دوستان نوشته باشن، چون ما امروز دو تا صفحه باز کردیم، یکی روی مردم تیوی، یکی هم بله کجا پیپال شما را میتونم پیدا کنم لطفا بفرمایید، چون پیپال نمیشناسم. بله چه آخونده گردنش کلفت شده که یقش هم بسته نمیشه. بله اصلا خیلی هم جوان بود، به نظرم نمیاد اصلا این اهل جبه رفتن و اینها باشه. این دوستمونم، من برات لینک پیپال رو میفرستم، ولی اجازه بدید برای دوستانی که مثل شما ممکنه بخوان محبت کنن و از طریق پیپال کمک کنن، بهشون بگم که اگر روی صفحه مردمتیوی.com بیای، ببینید مردمتیوی.com، وقتی شما میایین اینجا یه صفحه به این صورت باز میشه و به این سرعت، ببینید چون ویدیو میخواد لود کنه داره یه کمی
به اصطلاح بافر میکنه. بله، وقتی این صفحه باز شد میبینید یکی این ور نوشته دونیت، یکی این ور نوشته همیاری. میبینید؟ بله، این برنامه روز قبل ما رو داره نشون میده. همیشه وقتی میزنید اینجا آخرین برنامه. اون دوستی که به اصطلاح گفته بود به یه نفر که این وبسایت مردم تیوی، نه من نمیخوام چون سکسیه، بعد طرف گفت آقا خب تو داشتی سکس نگاه میکردی، حالا سکس نشون میده. من امروز دنبال اینترنت ارزون میگشتم که یه خط اینترنت برای یه اتاق دیگه بگیرم. ببینید اینجا اینترنت، بعد این ور راجع به مریضی پا و زانو و اینها، راجع به دیزیز. دوستان یه چیزایی رو یاد بگیرین، هی اینو اونو به اصطلاح فوری تهمت نزنی. در هر صورت دوست عزیز ببین اینجا نوشته دونیت، اینجا هم نوشته همیاری. رو هر کدوم از اینا که کلیک کنی شما رو میبره توی صفحه‌ای که بهت میگه چند میخوای بدی، به چه وسیله‌ای، فلان. بله ببینید اینجا مثلا من نیستم میخوام $10 بدم به سوربی و میپرسه اگه کردیت کارت دار، اگر با ما هستی ساین این کن، اگه نیستی اونجوری. من اینا رو برات میفرستم و ممنونم و امیدوارم دوستان دیگه هم حمایت کنن. اگر خودتون رو مقید کردین ماهیانه به ماه ایرانی، امروز هفتم اسفند، اگه به ماه خارجی امروز 26 ماه فوریه هست. دوستان عزیز برنامه من همینجا به پایان رسید و گفت چی؟ گفت به پایان آمدین، دفتر حکایت همچنان باقی است. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، شما هم میتونید ویدیوهایی رو که دوست دارید در تلویزیون مردم پخش کنید. خیلی از این ویدیوهایی که روی یوتیوب هست، اینهایی که کارشون ساختن یوتیوبه، اینا رو کپی رایتش رو آزاد گذاشتن و ما میتونیم نشون بدیم، مخصوصا اگه نخوایم دوباره روی یوتیوب بذاریم. در هر صورت what you see is what you get، همینه که هست، همینه که میبینی. گر تو بهتر میزنی بستان بزن، بیا جلو با هم صحبت کنیم. ممنون از یکایک شما عزیزان و روزهای بهتری برای همه تون آرزو میکنم. به امید دیدار چهارشنبه 2 بعد از ظهر به وقت نیویورک، واشنگتن، شرق آمریکا. روز و روزگار بر شما خوش. مرسی.